الان برنامه در حال پخش دیگه بر شما هموطنان عزیزم که برنامه رو میبینید یه چند لحظه صبر میکنید موزیک گوش میکنید تا دوستان برسید. Fuck off!
درود بر شما هموطنان عزیزم که در فیسبوک، اینستاگرام، در آینده یوتیوب، تلگرام و سایت‌های مختلف این برنامه رو می‌بینید. من سعید قاسمی هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های رستاخیز سیمو. امروز شنبه 11 فروردین ماه 2577 شاهنشاهی ایرانی در خدمت دوستان عزیزی هستیم که من ابتدا فقط می‌خوام یه جمله‌ای بگم. ترانه‌ای که از شاهرخ عزیز و مبارز واقعی، شاهرخ یک هنرمند و یک مبارز واقعیه و ترانه بسیار بسیار درست و دقیقش که میگه ببینین خاک وطن دست یک مشت راه زنه و میخواییم ببینیم که ملت ایران میتونن این راه زنه رو بیرون کنن یا نه. میتونیم، حتما میتونیم. من در ادامه میخوام خدمت دوستان یه درود عرض ادب کنم. دوستان حاضر در برنامه جناب آقای بابک خسروی، جناب آقای مهران کمالپور و جناب آقای عادل شریفی. در ادامه برنامه هم دو تن از عزیزان دیگه به ما ملحق میشن که الان به خاطر مشکل فنی هنوز نتونستن بیان بالا. در ابتدا به سن و سال که بخوایم به قول معروف نوبت بندی کنیم، جناب خسروی شما فکر می‌کنم ریش سفید این برنامه باشید. در خدمت شما هستم. یه درودی با بینندگان داشته باشید. پیش از هر چیزی درود دارم خدمت همه هموطنان و درود دارم خدمت تک تک عزیزانی که در جمع ادخاره این رو دارم که در خدمتشون باشم و درود دارم به تک تک عزیزانی که جاشون در جمع همچنان خالیه. به حضورتون آرزم که در این همبندی داشت خواهیه. من این جمله رو با این واژه بگم که بعد درون دارم خدمت تک عزیزانی که در این همبندی داشت خواهیه و در ادامه بحث در خدمت تک عزیزان خواهم بود. خیلی متشکرم شما بزرگواری فرمودید. بزرگی به دانش است که دوستان عزیز که اینجا هستن از بنده بسیار بزرگترن و من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم جناب خسروی، مرسی، لطف کردین، تشریف آوردین. حالا بحث اصلی رو میرسیم بهش. جناب آقای مهران کمالپور عزیز، به نام خاک پاک ایران، به نام اعلی حضرت رضا شاه بوم درود میفرستم خدمت همه همیهنان عزیزان در هر کجای دنیا که زندگی میکنم. امیدوارم که ساعتی که پشت سر گذاشتید ساعت خوبی بوده باشه براتون. از سپاری که جناب خسروی کردن بنده سپاسگزاری میکنم و ایشون نقش هم پیشکسوت هم استاد دارن و مباحثی که تا الان پیگیری کردن در راستای مبارزه با دشمن اهریمن و خانه‌نشین ددمنش آخوندی بسیار بسیار ارزنده بوده و هست. امیدوارم هستم که در ادامه این برنامه همیهنان از اون طبق معمول همیشه ما رو هم کنن و با اشتراک گذاریشون مثل سری قبل کاری کنید که لرزه دندان کسانی که با خانه پدری مشکل دارن و دشمن هستن بیفته. سپاسگزارم. در پیشگاه شما هستم جناب. من سپاسگزارم از شما جناب آقای عادل شریفی. عادل جان شما هم یه درود با بینندگان داشته باشید تا بریم سراغ بعد. درود می‌فرستم خدمت دوستان جان. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گره، آری به اتفاق جهان میتوان گره. خیلی خوشحالم که به عنوان یک سرباز صفر کوچیک و یک شاگرد که میتونم در خدمت شما باشم و اینجا را یاد بگیرم ازتون. تشکر میکنم از دوستانی که این لایو رو میبینن و درخواست میکنم که این لایو باز همین الان شروع کنم به اشتراک گذاری و از حوصله و تحملتون سپاسگزارم. هستم خدمتتون. سپاسگزارم از شما جناب عادل خان عزیز. دوستان من نمیدونم توی اینستاگرام صدا میاد براتون یا توی فیسبوک، لطفا اگر مشکلی هست صدا یا تصویر اگر مشکلی هست، چون من با دوربینام با قول معروف با گوشیایی که گذاشتم یه مدل فاصله دارم، اگر صدا یا تصویر مشکلی داره لطفا بفرمایید تا من همین اول کارمو درستش کنم. اگرم نه که بریم سراغ اصل برنامه و هدف از این به قول معروف این سلسله برنامه‌هایی که دوستان لطف کردن با هم دیگه مشورت کردن و داریم دعوت میکنیم از همه مبارزان آزادی ایران، کسانی که دلشون برای کشور میسوزه،
کسانی که توی دو مجموعه 57 یا قبل از 57 بدهکاری ندارن، به قول معروف بده بستونی با هم ندارن، توی گرفتاری 57 ماها نسل ماها هیچ مشکلی اصلا هیچ دخالتی نداشتیم، اصلا نبودیم، ولی در ادامهش چرا ما مقصریم؟ چون نتونستیم دشمن از خونمو بیرون کنیم. من پیرو برنامه‌های گذشته نمیخوام زیاد صحبت کنم، میخوام دوستان صحبت کنم، ولی یک چارچوبی رو جناب خسروی، جناب کمالپور و جناب شریفی، یک چارچوبی رو اومدین با دوستان دیگه هم فکری کردن، اومدین مطرح کردیم، اونم اینه که همه این اپوزیسیون هایی که حالا چه اونایش که وطن پرست بودن زورشون نرسیده، چه اونایش که مقرض بودن نخواستن، و چه اونایی هم که نمیدونستن چی کار کنن، اگر شما نگاه کنید ببینید در تمام این 40 سال، حداقل 39 سال، همه دنبال آلترناتیو، دنبال جایگزین، دنبال نمیدونم دموکراسی، دنبال سکولاریسم و از این نوع مسائل هستن. مثال سادهشو اگر بخوام بزنم، چون من دوست دارم خیلی مثالامو، یعنی حرفامو تو مثالای ساده بیان کنم، ببینید یک شهر رو شما در نظر بگیرید، قراره این مثلا 5 نفر از این شهر برن به شیراز، یعنی از تهران برن به شیراز، بعد حالا بلدم نیستن، ماها بلد نیستیم، ماها هیچ کدومون که این کاره نبودیم، هیچ کدومون که به گرفتاری و بدبختی اصلا عادت نداشتیم، آموزش ندیده بودیم، از طبقه صدام انداختنمون پایین، جمعیت ایران، ملت ایرانو انداختن پایین، کیا؟ همون مافیاها با همون روشن فکران 57. حالا ما میخوایم از تهران بریم به سمت شیراز، این آقایون بلد، این آقایونی که ادعاشون میشه، اینایی که راه بلدن، آموزش دیدن، تجربه دارن، سن و سالی هم دارن، اینا یه 20-25 تا اتوبان و جاده کوره و راه خاکی رو، راه شوسه رو به قول معروف گذاشتن جلوی ملت. خب در صورتی که یک شاهراه اصلی هست که اینا با این شاهراه اصلی مشکل دارن، دوست دارن حواس ملت رو پرت کنن تو این کوره راه ها، تو جاده های فرعی، که مثلا شما یه جاده بری به جای شیراز یه دفعه سر از مثلا کرمانشاه در بیاری. ما میخواییم اون شاهراه رو که اینا اتفاقا در سال 57 و قبل از 57 هم با این مشکل داشتن، ما میخواییم اونو بیایم به دوستان بذاریم بسط همه با هم و گرد این مسیر یا داخل این شاهراه حرکت کنیم به سمت شیراز. حالا توی این مسیری که داریم میریم، بعضی ها ماشیناشون بهترین ماشینه، بعضی هاشون هم مثلا مثل من جیان دارن، با جیان میخوام برم، ولی میخوام توی یه مسیر بریم. منظورم از ماشینا یعنی اختلاف دیدگاه، اختلاف نظرهاست، یا مسائل حاشیه‌ای که اصلا شاید مثلا به قول معروف خیلیامون یا خیلی از دوستان خوششون مثلا از من نیاد، بگن آقا مثلا سعید قاسمی خیلی بد دهنه، مثال میزنم، ولی میخوایم توی یک مسیر بریم. این مسیر کدوم مسیره؟ این مسیر مسیریه که شاهنشاه آریامهری که همه اونایی که باعث اون ویرانی 57 شدن و اونایی که نشدن توی خونه هاشون نشستن نقشی نداشتن که در دو عالم جفتشون مقصرن، همه اونا امروز به این یقین رسیدن که آقا در دوره گذشته ایران در چه مرحله ای از اقتصاد و رفاه و نمیدونم امکانات و شکوه و عظمت و همه این مسائل بوده. خب یه پادشاهی بوده که این کار انجام داده دیگه، به نام شاهنشاه آریامهر. شاهنشاه آریامهر زمانی که اون اتفاق میفته دقیقاً با همین دشمنانی که امروز کشور ما داره، جان زهرابی درود بر شما، میکروفونتون اگر ببندید من بعد از این صحبتم خدمت شما میرسم. درود به شما. درود باش. شاهنشاه آریامهر اتفاقا با همون دشمنانی که سال 57 درگیر شد و درگیر بود برای حفظ منافع ملی ایران، اونا نذاشتن ایران به اون دروازه تمدن برسه، خلاصه داستان این بود که ایشون اومد 3 اصل یا 1 اصل 3 ماده‌ای در وصیت‌نامه خودشون برای مردم ایران به امانت گذاشت و کلید آزادی ایران رو این 3 اصل عنوان کرد. من کاری با این ندارم که امروز یعنی سال 2018 یعنی 40 سال بعد ما نشستیم میخواییم مثلا در مورد قانون مشروطه صحبت کنیم، من اصلا به این چیزاش کاری ندارم. اون قانون در آینده ایران حتما اصلاح میشه، حتما بالا و پایین میشه، حتما خیلی چیزاش کم میشه، حتما خیلی چیزا هم بهش اضافه میشه،
اصلا بحث این نیست. بحث اینه که پادشاه ما که 50 سال آینده رو میدید و همین امروز بعد از 40 سال هنوز سیاسیون دنیا و اکثر ملت‌های دنیا به حرفای ایشون که زده بود هنوز به اون حد آخرش هنوز نرسیدن، حالا مونده برسن. پس پادشاه ما یک کلید، یک اصل سه ماده‌ای برای ما گذاشت به عنوان قانون مشروطه، پرچم شیر خورشید و اون زمان ولیعهد جوان ایران که امروز شاهزاده رضا پهلوی، به قول یه سری از دوستان رضا شاه دوم و به قول یه سری های دیگه آقای رضا پهلوی. یعنی این ستا رو گفت، این ستا مکمل هم میشن کلید رهایی ایران. حالا در این 40 سال اگر نگاه کنید، این آقایون اپوزیسیون یا دیگران یا اونایی که خواستن فعالیتی بکنن، اتفاقا با این سه موضوع هیچ وقت با این ستای این موضوع ها رو نیبردن مکمل کنن، همیشه با یکیش مشکل داشتن یا با دوتاش مشکل داشتن یا یه سری ها که کلن با ستاش مشکل دارن. اونایی که با ستاش مشکل دارن همونایی بودن که اون زمان با شاهنشاه آریامان مشکل داشتن. حالا من میخوام نظر دوستان رو بدونم تا بعد بریم سراغ روند کارا که میخوایم چی کار کنیم. جناب زرابی، اولا درود به شما، خیلی خوش اومدید. من در حضور دوستانی که برنامه رو میبینم یک معذرت خواهی به شما بدهکارم، من با شما مشکلی نداشتم. اون شخصی که اومده بود که قبلا هم با هم صحبت کردیم، من به اون خاطر اون مسائلی رو که مطرح کردم که به شما میخورد، من همینجا در حضور بینندگان از شما رسما عذرخواهی میکنم. در خدمت شما هستم. شما یه درودی با بینندگان داشته باشید تا بریم سراغ برنامه. درود به همه بینندگان عزیز، نوروزتون مبارک باشه. درود به همه دوستان عزیز، جناب آقای بابت خسروی، آقای مهران کمالپور و آقای عادل شریفی که ماها هم با پیش با هم گفته بود از این بارها و بارها. من همچنین درود میگم به جناب آقای سعید قاسمی و من خدمتون عرض کنم که من کلن فرد بسیار شوخ‌طبعی هستم. حالا البته اگرچه خیلی مواقع هم داد میزنم و شروع میکنم، ولی کلن شوخ‌طبع هستم و من حقیقتا میگم آقای قاسمی این من رو بسیار سر ذوق بود، به خاطر اینکه یک جمله بسیار جالبی گفتش که ایشون گفتن که من رو به سباحت دادن به کلاغ و من واقعا از این تشبیه ایشون لذت بردم و جدی دارم این رو خدمتتون عرض میکنم. بعد ایشون زنگ زدم گفتم آقا این کلاغ جریانش چیه؟ گفت شما برو کلاغ رو بزن در گوگل سرچ کن و بعد پیدا میکنی تو کیه. بعد رفتم در گوگل زدم، متاسفانه اسم من نیومد، ولی خیلی از این شوخی‌هایشون لذت بردم و بارها بارها حتی بهتون بگم من چند تا صوتی برای من ضبط کرده بخاطر این مسئله رو آقای قاسمی خیلی بهتون بگم عامیانه بیان میکنه، یعنی برای همه قابل فهم هستش کسانی که میشنون و این خودش یک ادبیاتیه که برای مردم خیلی قابل درکتر هستش تا بخوام ادبیاتی که سخت تر هست بخواد ببرم. اینه که من واقعا هیچ گونه ناراحتی که ندارم، هیچی واقعا کلی هم ازش خندیدم و سال نو رو به همه تون تبریک میگم. الان سوالی دارید بفرمایید من در خدمتم. خواهش میکنم. جناب خسروی عزیز، شما برنامه گذشته رو دیدید و صحبت خود شما هم همینه، صحبت خود شما هم همینه. من میخوام نظر شما رو بشنوم راجع به این مسئله، نظر دوستان رو بشنویم، بعد ببینیم که حالا چیکار باید بکنیم. بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید من از اینجا شروع کنم. میگه از شبه خدمتتون درود دارم، کورش گرامی، کورش نازنینم. من این رو یادآوری بکنم که کلاغ بر بالای درخت نشسته بود، روباه به زیر درخت آمد و گفت به به چه بالی، چه نوایی، چه صدایی. و وقتی دهان گشود به حضور داده زد که پنیر از دهان افتاد. اتفاقی برای شما افتاد در اون اتفاق ناخوشایندی که در اون همراهی ناخوشایند اتفاقی بود که برای اون کلاغ افتاد و من تشکیل جناب قاسمی رو، هرچند که شأن شما رو در حد عقاب میدونم، همه وطن پرستان هم رو عقاب میشناسم، ولیکن در تشبیه جناب قاسمی رو من بیشباهت به واقعی اون کلاغ نازنین ندیدم. لذا من نه از به شما خورده دارم در اون اتفاق
و نه از کلام جناب قاسمی خورده دارم در این بیان. ولی من معتقدم که از این واژه‌ها بگذریم. ما میدونیم که دوستان کسانی که عاشق وطنن همه عقاب صفتن. این نکته ها اتفاقاتی است که در اثر اشتباهات برای تک تک ما به وجود میاد و این اشتباهات رو بارها و بارها حتی خسروی که دایعه بی اشتباه حرکت کردن رو داره گاهن پیش میاد که انجام میده. لذا اشتباه تا آنجایی که انسان به اشتباه خودش معترفه، من برای هر مبارزی که به اشتباه کرده معترفه احترام قائلم. ما لشکر بیشماره و ولی به خاطر اینکه یک خط مشی مستقیم نداره گاهن دچار تفرقه میشه و من از این بابت واقعا ناراحت وقتایی که عزیزانی مثل شما رو میبینم که آماج کلام قرار میگیرید و نباید باشید. درود دارم خدمت تک تک عزیزان. از اینجا شروع میکنم که جناب قاسمی اشاره بسیار زیبایی داشتن به اجماع. اجماع داشتن در بابی، اجماع داشتن در وصیتی، اجماع داشتن از آنچه که بر شرف تک تک ما ایرانیان محور است تا از آن پاسداری کنیم. دوستان دقت کنید. خب قانون اساسی مشروطه در سال 1332 پس از کودتای جناب مصدق توسط ملت پس زده و اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی با قدرت و با پادشاهی مطلق ایران سال 1332 رو به ایران 1357 رساند. اما اعلی حضرت فقیه در واپسین لحظات عمرشون به ما ایرانیان این وصیت رو کردن که این قانون اساسی رو پاس بداریم. ما ملتی بوده ایم که از داشتن احزاب ملی محروم بودیم. هیچ وجود نداشت که یک سرش در داخل انگلستان یا یک سرش در داخل روسیه یا یک سرش در داخل آمریکا وصل نباشه. هیچ حزبی در ایران در زمان اعلی حضرت فقیه وجود نداشت متاسفانه که به حضور شما اولویت حقوق ملی ایران باشه. لذا اعلی حضرت فقیه تمام احزاب رو منحل و حزب رستاخیز رو برپا کردن تا به ملت ایران حزب ساختن بر اساس منافع ملی رو بیاموزن. این اصلا حمله بر تک‌محوری کردن و دیکتاتورشیپ و اینجور صحبت ها نبود. تو ملت ما اصلا حزب نمیدونستن چیه، تو نمیشناختن حزب چیه. اما برای ما ودیعه گذاشتن اینکه زمانی که ما بتوانیم بدانیم به دانشش برسیم که احزابی با منافع ملی را تشکیل بدهیم در رقابت‌های سالم ملی که پشتیبان پادشاه کشورمان است رو داشته باشیم و دومین امانت که ایشون دیگه من ولیعهد نمیگم رضا شاه دوم است، ببخشید امروز دیگه واجب است که صادق باشیم با خودمون. نمیشه که ما همه ما ایرانی تو شاه ماست، ولی از گفتن این که ایشون پادشاه ماست در بیانات روزمره عبا داریم و از سوا خدمت شما هنوز میگوییم شاهزاده. شون علازات رضا شاه دوم هستن. من لزومی معرفی به عزیزان نداره، حتما همه عزیزان این رو میدونن. و سوم حتما سرنگ شیر و خورشید نشان ما هر سه ولیعه ایست از طرف پادشاه فقیدمون بر دوش ما به امید ساختن احزاب ملی در داخل کشور. اشتباه نکنید، نه حزب سبز و صورتی و قرمزی که الان وجود داره، نه، احزاب ملی
در داخل کشور که منافع ملی اولویت حزب باشه، منافع حزبی اولویت دوم، و به قوانین پیشرفته مشروطه برسیم. لذا من به عنوان آن که بر این آستان همیشه سر می سایم، هم بر عرض خدمت شما ولیعه اعلیحضرت محمد رضا شاه فقیه که به حضورشون عارضم که قانون اساسی مشروطه است سر تسلیم فرود داشته و دارم، و هم بر پادشاهی اعلیحضرت رضا شاه دوم تأکید دارم. مانند جناب کمال‌الدین من بسیار درود دارم به ایشون که هرگز ندیدم از دهان بیندازم. من سپاسگزارم از ایشون، از همین جا ازشون سپاسگزاری میکنم. مانند بسیار دیگر از عزیزان، مهدی میرقادری، مانند بسیار دیگر از عزیزان که یاور یزدانخر است، من باور کنید اصلا نمیتونید شما با این افرادی که من دارم صحبت میکنم صحبت بکنید و در مورد پادشاهی اعلیحضرت شک بکنید. و تک تک این افرادی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، اینها هموندان این واقعه هستند و مؤکد و تأکید دارن بر این اتفاق، و جای تک تک اون عزیزان رو در یک جمع این چنینی حالا بخواد تحت نام رستاخیز سیمرغ باشه، سیمرغ بلورین باشه، یا سیمرغ آتشین باشه، یا ملت ایران باشه، من خالی میدونم. مهم اینه که ما بدانیم که هیچ تفرقه بین ما هم بدنان برای ایجاد یک لایه الیت وجود نداره، و این لایه الیت به زودی من احساس میکنم که داره شکل میگیره با حضور جوانان. من کمی مسنم برای این مطلب، شاید از سوا خدمت شما مورد منظور یه چنین واقعی نباشم، ولی عزیزان و جوانان هوشمند و عاشق رو من میبینم که توانش رو دارن و دارن ما رو از بیماران 57 عبور میدن. درود دارم منتون. من همینجا صحبت رو کوتاه میکنم تا از فرماشات عزیزان بهره ببرم. سپاسگزارم جناب خسروی. نه ما کار داریم، داستان چیزی دیگه هم هست. البته جناب میرقادری یا دوستان دیگه هم که شما نام بردید، اینا هم از عزیزان دوستان تو یه مسیر داریم حرکت میکنیم، حتما در خدمت این عزیزان هم هستیم. این برنامه هم من بگم دوستان، این کاری که الان داره انجام میشه ربطی به سعید قاسمی یا رستاخیز سیمرغ و اینا نداره، ما داریم اجراش میکنیم. حالا ممکنه فردا در برنامه جناب خسروی باشه یا در برنامه جناب کمالپور یا دوستان دیگه. اصلا ما نمیخوایم اسم بذاریم، نمیخوایم اسم فعلا درست کنیم، ما میخوایم یک جبه هم آخر. نه این کلمات همه رو اینا خراب کردن، همه یک کلمات رو خراب کردن. من الان نمیدونم جناب کمالپور شما بفرمایید یک کلمه هم جایگزین کنید تا حالا ببینیم به کجا باید برسیم، تا برسیم سراغ هشمم. یک همگرایی در مسیر مبارزه است صرفا. بفرمایید جناب کمالپور شما ادامه بدید، بعد خدمتتون برسیم. خدمتتون هستم. سپاس بیکران از دوستان. درود بر شما جناب زرابی گرامی، خوش آمدید. خدمتتون هستم. ما در یک برنامه کاملا هماهنگ با دوستان یک همگرایی داریم میکنیم در مسیر مبارزه. علتش کاملا واضح و روشنه. در شرایط بسیار بسیار بحرانی قرار داریم و هرچه به جلو حرکت کنیم این شرایط هم حادتر خواهد شد، هم برای مردم در مرز، هم برای ایرانیان خارج از کشور که در قالب مبارزان راه آزادی دارن تلاش میکنن و چند سالی هستش که فعالیت دارن میکنن. شرایطی که ما امروز شاهدش هستیم در سیاست‌گذاری‌های خارج کشور عزیزمون در مقابل جمهوری اسلامی یک شرایط بسیار بسیار مشخصیه، و در کنار اون گروه هایی که دارن دست به دست هم میدن تا جمهوری اسلامی را از این سرنگونی نجات بدن، هم وارد یک فاز جدیدی در قبال این حملات شدن. اپوزیسیون هایی که واقعا به فکر مبارزه هستن با نگاه ملی‌گرایانه و با نگاه میهن‌دوستی که مردم و کشور رو نجات بدن، شوربختانه در ابعاد مختلف باید مبارزه کنن. و امروز کسانی که دارن مبارزه میکنن نمیدونن جمهوری اسلامی دشمنه، اپوزیسیون نماها دشمن هستن، یا بعضی از دول کشورهای اطراف ایران عزیز ما با کدوم زاویه باید بجنگی نمیدونن. اما اصل و مهم اینجاست
در شرایطی که طیف‌های گوناگونی دست به دست هم دارن میدن، یک هارمونی مبارزاتی کاملا یک نواختی رو ایجاد کردن برای مقابله با مبارزهای واقعی برای نجات جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی، فرق هم نمی کنه. طیف‌هاشون بسیار گسترده است. جای پادشاهی خواهانی که هر کدوم به صورت تک دارن مبارزه می کنن با شعارهای کاملا مشخص، همونطوری که جناب قاسمی فرمودن، جناب نصرتی گرامی فرمودن، سیستم پادشاهی کاملا مشخصه، چه پادشاهی مشروطه باشه چه پارلمانی کاملا مشخصه و همه بر این سه اصل کاملا آشکار اعتقاد قلبی داریم، اما تک داریم مبارزه می کنیم. هر کسی یک ایدئولوژی داره، یک متفکری داره. این همگرایی یا همسویی در مبارزه که اتفاق افتاده صرفاً به چند دلیل کاملا آشکاره. این که ما بتوانیم این امواج منفی رو از مردم کشورمون دور کنیم، این مبارز نماها، اپوزیسیون نماها، این مشکلاتی که در طول این 40 سال عامل اصلی بودن که نتونیم پیروز بشیم و دفع بکنیم در این شرایط، و از طرف دیگه شرایط رو مهیا کنیم تا مردم به سمت مسیر اصلی یه ارائش پیدا کنن. این مسیر اصلی از نظر ما با توجه به شرایطی که ایران عزیز ما در دوران طلایی خودش در نظام پادشاهی به سر می‌برده و امروز مردم کشور ما بالغ بر 80% 85% با جمهوری اسلامی مشکل دارن و قبول دارن که نظام پادشاهی یک نظامی بوده که تونسته اون سرافرازی و سربلندی رو در بلندترین نقاط قله افتخار جهانی برای ما به ارمغان بیاره، شایسته بازگشت به دامان خاک کشور و مردم از این هست. ما در وهله اول برای گذر از جمهوری اسلامی، برای تغییر رژیم، یک منبع همبستگی احتیاج داریم، چه در بین پادشاهی خواهان و چه در طیف مثلا جمهوری خواهان. امروز اگر قبول داریم اعلیحضرت رضا شاه دوم به عنوان تنها نماد و تنها آلترناتیو همبستگی ملی وجود دارن و این توانایی و قدرت به صورت ذاتی و کاریزمای در ایشون هست که بتوانن همه طیف‌های گوناگون رو از اطراف جمع بکنن و این آشتی ملی اتفاق بیفته، این همبستگی ملی بین مردم و نیروهای مسلح رخ بده. خب چه اشکالی داری که همه پشتر عوضت بیسیم و همین اتفاق یکی از توصیه شاهنشاه آریامهر فقید در وصیت‌نامه ایشون است. گزینه بعدی پرچم سرنگ شیر خورشید نشان است که امروز خیلی از طیف‌های مختلف، خیلی از آدم ها، خیلی از اپوزیسیون ها، ببخشید احزاب و گروه ها و سازمان ها خواستن به نام خودشون تمام کنن که زنده کردن پرچم یا بهره بردن از پرچم کار اینها بوده، در صورتی که پرچم سرنگ شیر خورشید در شورش نهنگین 57 نمورده بود که کسی بیاد و زندش بکنه. این پرچم کماکان استوار باقی بود و مردم استفاده میکردن، خصوصا ایرانیان خارج از کشور. و جالب اینجاست که در یک پرانتز عرض کنم که کماکان از شورش نهنگین 57 بعد بسیاری از مردم عزیز ما در داخل کشور کماکان همین پرچم رو استفاده کردن و میخوانن. به علاوه آخرین توصیه شاهنشاه فقید قانون اساسی مشروطه بوده. امروز شاید بسیاری از عزیزان ما نسبت به 51 اصل قانون اساسی یا 107 اصل مکمل قانون اساسی ایراداتی رو وارد بدونن و این هم خارج از بررسی نیست. بگیم نه، امکان نداره، اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما اینو قبول داریم و صرفا این سه اصل بر پایه و اساس همبستگی برای پیروزی هست. قانون اساسی در گذر بعد از جمهوری اسلامی در مجلس ما اسلام و بعد از تعیین نوع حکومت، قانون اساسی اساس این که مردم چه رو حکومتی رو برای خودشون تعیین بکنن، چه رأی بدن در رفراندوم آزاد، جمهوری
بکنن یا پادشاهی رو انتخاب بکنن، قانون اساسی دوباره باید تدوین بشود و به تایید برسد و تمام. اما امروز صرفا جهت همبستگی و دفاع در مقابل حمله و هجمه بسیار شدید در روزهای آینده تا زمان پیروزی دشمنان مردم ایران و ایران زمین است. سپاسگزارم از شما جناب قاسمی عزیز، در پیشگاه شما و امیرون عزیزم هستم. جناب کمالپور از شما سپاسگزارم. من ادمینای عزیز لطف کنید، یه شخصی اومده توی این کامنت ها داره دیگران رو به قول معروف سر حواس دیگران رو پرت میکنه، لطف کنید بندازیدش بیرون. هر کسی میبینید که مخصوصا اونایی که جعلی ان پشت اکانت های جعلی، خواهش میکنم ادمینای عزیز چه توی اینستاگرام چه توی فیسبوک با لغت سود کنید بیرون، اینا رو بفرستید برن هم تو چای جمع کردنشون. جناب زهرا، جناب قاسمی، یه مهر بورزید ببخشید، به ادمین ها بفرمایید که بعضی از دوستان دیدم که کامنت های نامربوط هم میذارن، توهین نمی کنن ولی در رابطه با افراد دیگه دارن صحبت می کنن، دارن توصیه های نامربوط می کنن، اینا رو من اگر صلاح می دونید به دوستان بگید حذف کنم، چون اصلا ربطی به موضوع برنامه ما نداره. سپاس گزارم. شد خواهش می‌کنم. جناب زرابی گرامی، شما دارید فعالیت میکنید، در این سال ها دارید فعالیت میکنید، همه مسائل رو دیدید، نظر شما راجع به این آلترناتیو سه ماده ای که شاهنشاه آریامهر برای ما به وصیت گذاشتند چیه؟ چون ما اگر به این سه ماده اعتقاد داشته باشیم، با دشمنان این سه ماده باید بجنگیم، چون همون دشمنانی هم که همین سه ماده و اون پادشاه بود که ایران رو به اون جا رسونده بود و اینا باش دشمنی کردن، اینا بعدش رو خواستن، اینا خواستن سرنگون کنن و احتمالاً این کارم کردن. نظر شما رو بشنم تا اینجایی که شنیدید و برنامه گذشته رو دیدید، تا این مرحله اول رو رد کنیم بریم سراغ وظیفه ما، که وظیفه ما چیست. بفرمایید. درود به شما، سپاسگزارم از این سوال به جایی که از من پرسیدید. من در طول زندگی پرفراز و نشیبی که داشتم دوستان مختلفی هم داشتم، یعنی من حداقل میتونم بگم که نسبت به شما دوستان اینجا هستید، حضور دارید، در طبقه جمهوری خواه، حتی در طبقه مجاهدین خلق دوستانی داشتم. من شاید اینجا برای اولین بار باشه که این رو خدمتون عرض میکنم، تا الان هم نگفتم برای نخستین مثلا خدمتون. هنگامی که 22 ساله بودم در کشور هلند زندگی میکردم، یک دوست خیلی نزدیکی داشتم که ایشون خود قدم به دار زد به نام آقای اکبر شیرزادی، و ایشون به من پیشنهاد کرد که در شورای ملی مقاومتی که در هلند یک شورای داشت، من بیام به عنوان اینکه اون موقع یک شاعر جوانی بودم عضویت کنم. و من یک سال و نیم تموم در همین شورای ملی مقاومت به عنوان نماینده اونها در استان نورت هلند فعالیت میکردم، یعنی در همین چیزی که شما به عنوان سازمان مجاهدین خلق میشناسید در دوران جوانی من. و تنها میتونم به شما به جرأت بگم تنها شخصی در دوره قدیم در این سازمان مجاهدین خلق بودم که هرگز حاضر نشدم زیر بار کلمه شاروشیخ برم، و هرگز حاضر نشدم زیر بار این برم که بگم شوش محمد رضا شاه آدم بدی بود یا خلان چیز، یعنی به هیچ عنوان من نتونستم متقاعد کنم. و در انتها و زمانی که از این سازمان هم جدا شدم، همونطور که میدونید در سازمان مجاهدین شما نمیتونید جدا بشید، یعنی چرا؟ یکی از مشکلاتی که داره اینه که افراد رو بلافاصله بهشون اندیموزودی میزنن و میگن شما موضوع اینا نوکر جمهوری اسلامی هستید، جاسوس بودین، و این بود که من مجبور کردم فرار کردم از دست اینها. و خب اون زمانم فرارم من در هلند و انگلستان رفتم و در فضا محو شدم که دیگه نتونستن من رو پیدا بکنن. اینه که از همون زمان من میتونم به شما بگم من با تیپ های مختلف اپوزیسیون نشست و برخاست داشتم، آشنایی داشتم، همشون رو میشناسم، یعنی از اون مجاهدین بگیر برو تا اون دست راست اپوزیسیون سلطنت طلبی که اون رو به عنوان پادشاهی خواه میشناسید. و من امروز بعد از این دوره پرفراز و نشیبی که پشت سر گذاشتم به شما میگم که کسی که این سه اصل رو به رسمیت نشناسه و قبول نداشته باشه، من میتونم به شما بگم که برای اپوزیسیون نمیتونه مفید باشه و در واقع اپوزیسیون واقعی نیست، نمیتونه مسیری رو دنبال کنه که ایران رو بتونه به یک راه بهتری برسونه. برای اینکه شما وقتی برید یک چیزی رو چندین نوعش رو امتحان کنی و در داخل اونها باشی و ببینی که چگونه برخورد میکنن
و چگونه میاندیشند، در نهایت میتونی این نتیجه رو بگیری که چه چیزی بهتر یا بدتر. من در مورد این اظهار نظری که میکنم اینا رو از راه دور ندیدم که بگم. امروز اگر یک شخصی بیاد به من مثلا بگه آقا سازمان مجاهدین آلترناتیوی هست، من به اینها و حتی تو صفحه خودم معنیش شاید بگم حدود 300 نفرم از این افرادی که در اصلیت هوادار مجاهدین خلق هستن تو همین صفحه فیسبوک خودم هم دارم، ولی من به شما عرض کنم که اینها افرادی نیستن که یک ایده ای داشته باشن که بتونه ایران رو به سمت بهتری پیش ببره از این جایی که وجود داره. این باور من هست. اینه که این سه اصلی رو که مطرح کردید، یعنی قانون اساسی مشروطه که البته باید مشروط بر این باشه که پس از اینی که ایران به آزادی برسه و یک حکومت مردم سالار در ایران حاکم بشه، این رو با اکثریت قاطر بتونن به تغییراتی بگذارن که این اقلیت ها از توش حذف بشه، یا این پنج تا مجتهد و این چیزهایی که در واقع مشروعه بوده و در واقع یادگارش که فضل الله نوری بوده در قانون اساسی اینا همه حذف بشه، پرچم ملی همینطور و ولیعهد که شاه تغییر به یادگار گذاشته برای ایرانی ها، این سه تا باید حفظ بشه. من در این مورد تردیدی ندارم و حتما هم این رو باید عرض کنم که متاسفانه با توجه به این که اپوزیسیون صادراتی داریم و جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات با جدیت سالهای سال هست که افرادی رو به عنوان اپوزیسیون توی پاچه ملت میکنن، تو پاچه اپوزیسیون کرده و مردم اینا رو فکر کردن که اپوزیسیون هم در حالی که اینا سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه میزدن، اینها رو همونطوری که آقای قاسمی گفت اینها رو باید با لگد بیرون کرد و به مصطلح تاریخ فرستاد. اینا رو دونه دونه باید ما بشناسیم. البته من در داخل پرانتز این رو هم اضافه بکنم که این به معنی این نیست که اگر فردا من یا شما یا هر کدوم از دوستا از دماغ کسی خوشمون نیومد، از رفتار کسی خوشمون نیومد، از طرز تفکر کسی خوشمون نیومد، خیلی راحت بتونیم به خودمون اجازه بدیم و بیان بگیم آقا این ملاحظه ببینید این تو اپوزیسیون خودشون جا زده. نه به این صورت نیست. هر کسی که هر ادعایی میکنه باید بر اساس مستندات و مستدلات و دلایل قانعکننده به قول معروف محکم پسندی باشه که اینجا حداقل من به شما بگم ده تا آدم ناظر داره بی‌طرف وقتی بتونه اونها رو ببینه و بشنوه بتونه به این نتیجه برسه که این حرف اساسی هست. من این رو بگم با همین مسئله پروژه‌ای که من در سابق مطرح کرده بودم به عنوان پروژه 800 به علاوه یک، منظورم یک نفر خود شاهزاده رضا پهلوی بود و 800 نفر فعال دیگه که در کنار ایشون بتونم این مسیر رو به پیروزی برسونم، هنوز هم برای نقیله هستم و برای این باور هستم که اپوزیسیون پادشاهی خواه باید با هم دیگه اتفاق داشته باشه و اتفاق در تصمیمات کلان، نه در تصمیمات جزئی، بلکه در تصمیمات کلان. برای مثال هنگامی که اگر قرار باشه فراخوانی صادر بشه، این فراخوان باید ما یک جلسه تشکیل بدیم و تمام مبارزانی که در واقع برای خودشون میتونن، یک عده‌ای هستن که اینها رو دنبال میکنن، همراهی میکنن، اینها بیان به یک نقطه اتفاقی برسن و این ناهماهنگی در واقع از بین بره تا ما بتونیم در واقع دست هامون رو در دست هم قرار بدیم و در نهایت به این نقطه برسیم که دومی که در ایران هستن به این نتیجه نرسن که حالا ما از دست رئیسی فرار کنیم و به روحانی پناه ببریم، بلکه از دست کل نظام جمهوری اسلامی فرار کنم و اپوزیسیون سالم رو به وجود ببرم. و در ابتدا البته من بازم تاکید کنم شاهزاده به عنوان پادشاه وارد این کشور بشه، انتخابات آزاد برگزار بشه و مردم خودشون تصمیم بگیرن که چه حکومتی میخواد سر کار باشه و نماینده هاشون هم خودشون شخصا انتخاب کنن، خود مردم مستقیما انتخاب کنن که کیا نماینده خودشون هست. سپاسگزارم جناب خسروی گرامی. ببینید عادل خان، جناب شریفی چند لحظه من یه توضیح بدم این وسط. دوستان ما یک اینجوری ساده، مثالای ساده من بزنم، ما یک ماشینی داشتیم که این ماشین داشته توی جاده سال 57 قبل از 57 با سرعت میرفته. خب یه عده آدمای بدخواه، یه عده آدمای نادان، یه عده آدمای خودفروش اومدن و این ماشین رو انداختن توی چاله، یعنی دو تا چرخ این ماشین رو انداختن توی چاله و این ماشین چپ کرده، گیر کرده، 40 سال گیر کرده. خب حالا
آچارو جکو نمیدونم تمام وسایلو داریم که این کارو انجام بدیم. یه بلد میخوایم، یه وارد میخوایم، یه کننده میخوایم. اینایی که اومدن این بلا رو به سر ما آوردن همشون بجز این که اون دوتا چرخ انداختن تو چاله، اومدن اون دوتا چرخ سالمن پنچر کردن و یه میخم زیر زاپاس گذاشتن. خوب دقت کنید این مثالی که میزنم میخوام به کجا برسم. تمام این آقایون اومدن، یکیشون دنبال سکولاریسم رفته، یکیشون دنبال دموکراسی میره، یکیشون دنبال نمیدونم حالا این چیزایی که خودشون میگن. خب در صورتی که دقیقا در این سه اصلی که شاهنشاه آریامهر برای ملت ایران گذاشته، هم سکولاریسم، هم دموکراسی، هم حفظ تمامیت ارضی ایران و هم حقوق شهروندیه و تمام امکاناتی دیگه توی این سه تا ماده در سال 1357 بوده. نسبت به اون روز قضاوت کنید، نه نسبت به 2018، نسبت به اون روز. حالا ما الان تمام صحبتمون با دوستان فعلا در مرحله اول به اینجاست که آیا شما این سه اصل رو به عنوان یک اتوبان مستقیم به سمت شیراز قبول دارید این جاده رو یا قبول ندارید؟ خب تا اینجا که همه دوستان قبول کردن، حالا میخوایم برسیم بعد از این، البته بعد از که جناب شریفی توضیح دادن، حالا میخوایم ببینیم وظیفه ما چیست که توی این اتوبان داریم میریم. فقط تخمه بخوریم و بریم یا نه باید یه کارهای دیگه هم بکنیم؟ اونجا کاریه که ما میخوایم این تجمع هموطنان روی یه نقطه جمع بشن. بهش میرسیم الان. جناب شریفی بفرمایید. سعی میکنم خیلی خودمونو راحت بگم. سه تا اصلی که شما بعدش صحبت کردی، پرچم سرنگشی و خورشید، قانون اساسی مشروطه و شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده ایران، سه تا اصلی که من خیلی روک بدون در اصل مقدم میگم که کاملا حتی ها قبولش دارم، بلکه جزء وجودمه، براش زندگی کردم و براش مبارزه کردم و براش هزینه دادم، از قبول داشتنم گذشته. من فکر میکنم که توی تمام اتفاقایی که توی تاریخ چند هزار ساله ایران بوده و افتاده، ما با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو شدیم، حمله مغول، حمله اعراب و خیلی اتفاقای دیگه که چون ما الان توی این برهه جمهوری اسلامی هستیم، شاید فکر بکنیم این بدترین بلایی که سر تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران اومده، ولی قبلا این اتفاق افتاده. یه گذر کوچیکی بکنیم به فرهنگ و تاریخ ایران، ایرانی‌ها فقط با یک اصل از این بحران گذر کردن، توی تمام این تلاطم‌ها برگشتن به اصل و ریشه خودشون، یعنی هر چقدر شاخ و برگشون رو زدن و سوزوندن و از بین بردن، انقدر این ریشه هاشون، انقدر این اصلشون عمیق بوده که فقط با رجوع کردن و بازگشت به اصل خودشون تونستن از اون بحران بیان بیرون و دوباره ایران رو احیا کنن. ما الان تو یکی دیگه از همون اتفاقایی که تو تاریخ ایران افتاده هستیم. 40 سال جمهوری اسلامی با تمام افتضاحات و تمام فجایعی که شما دیدید و به نظر من، به باور قلبی من، هیچ جوری نمیشه از این بحران بیرون اومد مگر به بازگشتن به اصل خودمون، به ریشه خودمون. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یعنی ما باید به اصل و اصالت و ریشه خودمون برگردیم. حالا این اصل و اصالت و ریشه غیر از این پرچم سرنگ شیرو خورشیده که یک قدمت و تاریخ چند هزار ساله داره و جای گفتگو نمیمونه، جای دفاع نمیمونه، چون هیچ وقت بین نرفته و هیچ کس نتونسته نه لکه‌دارش کنه، نه مخفیش کنه، نه از بین ببرتش. حتی من یه مثال میزنم، شاید درست نباشه، فرض کنین همین سازمان مجاهدین از اول تا الان نمادشون همین پرچم سرنگ شیرو خورشید بوده. حالا با سابقه و با تاریخچه و با چیزی که داره نتونسته لکه‌ای به این پرچم وارد بکنه، با اینکه همین پرچم رو حفظ کرده و اتفاقایی دیگه، چون انقدر این پرچم اصیل و ریشه داره که به همین راحتی ها با این نسیم ها نمیشه حذفش کرد. و قانون اساسی مشروطه،
قانون اساسی مشروطه متاسفانه من اطلاعات کمی دارم، میتونم بگم که نمیتونم راحت راجبش صحبت بکنم. کلیات و اون چارچوبش رو درک کردم و مطالعه کردم، یک میراث سیاسی ما ایرانی هاست. قبل از ما خیلی بابتش خون دلتا خورده شده، خون ریخته شده، فراز و نشیب‌های زیاد یه وقتی که کاملا میخواسته تخته بشه و بره کنار. این 40 سال جمهوری اسلامی هم یک بخشی از این قانون اساسی مشروطه بوده که به اصطلاح کنار گذاشته شده، ولی داریم میبینیم که دوباره داره سر برمیاره و باره داره جلوه میکنه به خاطر اصالتش قانون اساسی مشروطه. چون اون موقعی که ما ایرانی ها شروع کردیم به رجوع به قانون و نوشتن قانون و مشروط خواهی، نه مشروع خواهی یا همون یونوز دموکراسی، وقتی خواستیم این کار بکنیم از خیلی از کشورها و منطقه و اطرافمون جلوتر بودیم و بروزتر بودیم و دموکراتر بودیم. حالا با تمام ضعفایی که داشتیم ولی داشتیم این کار انجام میدادیم. ما باید یک دیگر این اصالتهای خودمون که این قانون اساسی مشروطه است و برگشت به همون اصالت خودمون حفظ بکنیم. و من توی لایوم آقای قاسمی مطرح کردم، ما اگر من ببخشید یه پرانتز باز کنم، تمام این بحثی که دارم میگم برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی و به عنوان یک برانداز دارم این حرفا رو خدمت عرض میکنم. اگر یک روزی بخوام یه قانون اساسی جدید بنویسم، این باور شخصی منه، یک ماه یا یک سال از نوشتن اون قانون اساسی توسط مردم ما میگذره، ما در قابل اساسی که برحالی میکنم هر دوستیم هر قانون اساس وجد هست کامل و پویا جامع باید، اون عمر کوتاهی داره، یک هفته، یک ماه یا یک سال، اون وقت ما حرفی برای گفتن نداریم. و اگر همین قانون اساسی مشروطه که 100 سال و بیشتر از 100 سال خدمت داره بیاییم ترمیمش کنیم، آپ تو دیت رو به روزش بکنیم، اون وقت میتونیم ادعا بکنیم جلوی کشورهای دیگه ما 100 و خورده ای سال قانون اساسی داشتیم، 40 سال اومدن اینو عمر جمهوری اسلامی اومدن اینو مخفیش بکنن، مردونش بکنن، سرپوش روش بذارن، ولی نتونستن انقدر این قضیه که دوباره برگشت و سر برآورد. و اصل سوم، اصلی که از تو دل همین قانون اساسی مشروطه بیرون اومده، یعنی با خواست خود مردم، نیاکان نخودشته های ما که اینو گذاشتن، اصل پادشاهی و نماینده پادشاهی که الان فرزند ظهور محمد رضا شاه پهلوی هستن، ایشون شاهزاده رضا پهلوی رو ما الان داریم. من خودم برگشتم تحقیق کردم، نگاه کردم شخصیت این آدم رو بررسی کردم، واقعا من این اصل قانون اساسی مشروطه رو قبول دارم و ایشون رو به عنوان پادشاه کشورم قبول دارم و قلبا دوست دارم. و توی این مرحله گذار سکان رهبری مبارزات برای گذار از جمهوری اسلامی و بازپسگیری ایران و آزادی ایران رو ایشون رو لایق‌ترین شخصیت و متعادل‌ترین شخصیت دیدم برای این کار. و این بازگشت و اصول ماست، این تا اصلی که گفتیم. این جمله آخرم بگم، البته که دیگه میخوام اضافه کنم، این سنگ محک، این ستا اصل سنگ محک، وقتی میخواستن طلا رو تشکیل بدن که اصلی یا بدله، سنگ محک میدادن مشخص میشد. به قول حافظ میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. میخواین دروغ و قش رو در هر اپوزیسیون و هر مبارزی بسنجید، سه تا محک و سنگ محک رو بهش بزنید، خیلی راحت روسیا میشه. پرچم سرنگیش رو خورشید نشان، قانون اساسی مشروطه و پادشاه کشورمون. اگر یک کدوم از اینا رو قبول نداشته باشه راحت رنگ عوض میکنه. این سه تا سنگ محک قبول داشته باشید، ببخشید اضافه میکنم، همونطور که فسیل های 57 و اپوزیسیون قدیمی اجازه ندادن به جوان ها که بیان فعالیت کنن، تجربه کسب کنن، یاد بگیرن و محک بخورن و پخته بشن و ما به زور داریم این حرف رو از دهنشون میکشیم بیرون، من یادآوری کنم جوان های دهه 70 مون رو و دهه 80 مون رو جدی بگیریم، همونایی که توی همین سیستم جمهوری اسلامی بزرگ شدن،
ما اون کار اپوزیسیون 57 رو اون اپوزیسیون 57 تکرار نکنیم. همین الان بهشون میدون بدیم بیان بالا با هر اشتباهی که با هر کم سوادی یا بی سوادی که من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه داشته باشن، همین الان شرکتشون بدیم، چون یه نسلی هستن یه پتانسیل خیلی بالایی دارن. اگر ما استفاده نکنیم دیدیم که اپوزیسیون دیگه راحت میتونن ازشون استفاده کنن. خیلی عذرخواهی می‌کنم از فرگوین دوستان بابا. سپاسگزارم جناب شریفی. خب البته دوستان این توضیحات لازم بود که توی مرحله اول دوستان یه سری توضیحات باید میدادن و محدودیتی هم نداره، حالا نهایتش به این برنامه هم نرسه فردا دوباره میتونید کارو انجام بدید. پس یه مقداری تحمل کنید، عزیزانی که دارن میبینن هی کامنت پستر هم ننویسید، بذارید اصل داستان ها گفته بشه. و این حرفای دل این جووناست، حرفای دل منه، باید اینا رو یه جایی بگم. هیچ کجا به من هم کارو نمیدن. تمام این رسانه ها رو شما نگاه کنید در اختیار یه مش دایناسوره. میگم به ما نگید فسیل، چشم بهتون نمیگیم فسیل، ولی بهتون میگیم دایناسور. گند زدید سال 57 و تا امروز هم رو گند خودتون اصرار دارید و دارید هی این برانورش میکنید، با قاشو برای خودتون میلش میکنید. بکشید کنار، بذارید کارشون انجام بدن دوستان. میبینم الان یه سری جایی الان میان چیز میکنن، کامنت میکنن. میدونید دوستان، من الان به احترام دوستان عزیزی که اینجا توی برنامه هستن خیلی دارم خودم رو جمع و جور میکنم، رعایت میکنم. خواهش میکنم تو کامنتاتون دقت کنید، یه موقع دیدید شد سعید قاسمی چند وقت پیشه. حالا ببینید هدف از این دوستان عزیزی که توی برنامه هستید، ما همه اینا رو گفتیم، میخوام به یه جا برسیم. قانون مشروطه، پرچم شیر خورشید، اندیشه شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم به قول جناب خسروی و طبق قانون مشروطه که منم اون قانون رو قبول دارم، ایشون رضا شاه دومه. خب حالا این حکم چی رو داره برای ما؟ یعنی چی این ستا؟ این ستا اصل یعنی چی؟ خب من اینا رو چیکار کنم؟ بذارم قاب کنم؟ بذارم گوشه تاخشم؟ یا نه کجا باید از این استفاده کنم؟ اینجا اونجاییه که ما میخواییم اتفاق نظر داشته باشیم درش. من یه توضیح میدم جناب کمالپور، بقیهش با شما. ببینید دوستان، الان همه ماها میدونیم که کشور ما اشغال شده و ما در جنگیم. چه مردم داخل ایران داخل کوچه خیابونا با جمهوری اسلامی کثیف در جنگن و ما خارج نشینان هم با این یکی جمهوری اسلامی هایی که خارج از کشورن و اون مافیایی که جمهوری اسلامی رو نگه داشتن، درسته؟ پس جنگه، جنگ هم نه تعارف داره نه شوخی داره. حالا قانون مشروطه میاد چی رو به ما میگه؟ در اصل قانون مشروطه حکم اون نقشه جنگیه که طراحی کردن، نقشه عملیاتیه که ما طبق این نقشه عملیات میتونیم یک عملیاتی انجام بدیم که دشمن رو ناکوت کنیم، دشمن رو از بین ببریم. پس قانون مشروطه حکم اون نقشه رو داره. پرچم شیر خورشید حکم نماد رو داره که اون ارتش یا اون گردان، حالا جناب سرهنگ رضایی هم حتما داره این برنامه رو میبینن، یک علامت داره، یک نشان داره که تا اون نشان به زمین نیفتاده باشه اون گردان یا اون گرهان یا اون لشکر شکست نخواهد خورد، تا آخرین نفرم اون علامت و اون پرچم رو در اهتزاز میگیره. حالا اندیشه شاهزاده رضا پهلوی هم حکم فرمانده اون نظام رو داره، فرمانده اون لشکر رو داره یا اون گردان رو داره که فرمانده تصمیم میگیره، چارچوب رو میبنده طبق اون قانون مشروطی که نقشه راه باشه، میگه آقا اینه، اگر از اینجا پاتو بذاری اون برتر، اینجا میدان مینه دشمنه. میگه اگر شما اومدی تو پاسارگاد شعار ضد قومیت فلان دادی، اون خط قرمزه، مواظب باش اونجا مینه، پا نذار، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. این چیزایی که شاهزاده داره میگه، میاد روی این بیانیه‌ای که همین پیروز اشاره کرد دادن بیرون به خاطر مسئله اهواز، ایشون چی داره میگه؟ داره اون چارچوبه رو میکشه، میگه بپا پاتو نذاری اون بره خط، چون بذاری اون بره خط بگی اینا تجزیه طلبن، رفتی تو دام جمهوری اسلامی، یعنی کمکشون کردی، یعنی آب با آسیابشون ریختی. خیلی حالا وظیفه ما سربازهایی که ادعا میکنیم سرباز این وسط چیست؟ در یک منطقه جنگی که دشمنم چپ و راستمون با آر پی جی وایساده و با قناسه و با دوشکا و نمیدونم کلاشینکوف تکون بخوریم میزننمون که دارید میبینید. به نظر شما دوستان، من میگم جناب کمالپور پوزش بخوام بگم شما توضیح بدید، ولی مثال جنگی من کامل کنم، من خیلی به جنگ علاقه دارم. شما در منطقه جنگی
فرمانده میاد طبق اون نقشه راه منو میذاره، به عنوان مثال میزنم، من سرباز میذاره میگه آقا شما اینجا وای میسی تکتیر اندازی، حواست به اون تپه باشه. آقای بابک خسروی میگه بله، میگه شما راننده تانکی حواست باشه توی این مسیر برو. آقای عادل شریفی شما دیدبان برجک فلانی، از پستت سر پستت باش و تکون نخور، حواست به این چی میگم جناح باشه. و انواع اقسام دوستان جناب زرابی و دیگران. حالا ما این وسط اگر ببینیم یه شخصی دیگه اومده سوار اون تانک شده به جای آقای خسروی، یا حتی خود آقای خسروی، ببخشید جناب خسروی شما رو مثال میزنم، حتی خود جناب خسروی اگر طبق اون نقشه راهی که اون فرمانده کل که اینجا اندیشه و خود شاهزاده رضا پهلوی و اون چارچوب‌های اندیشه فکری ایشون باشه، به جای اینکه گلوله توپو بگیره به سمت دشمن، این گلوله رو برگردونه به سمت مقر فرماندهی، من سربازی که اونجا وایستدم به عنوان تکتیر انداز که قرار دشمن رو بزنم، وظیفه من اونجا چیه؟ اینجا اونجاییه که برمیگردن یه سری میگن آقا اختلاف نندازید، آقا یقه هم دیگر رو نگیرید. نه، اون وقتی دیدی اون کسی که پشت اون تانک نشسته به جایی که دشمن هدف بگیره سر لوله رو چرخون به سمت فرمانده، اتفاقا وظیفه اون کسی که تکتیر اندازه باید دشمنه رو ولش کنه، اول باید اینو بزنه چون این خطرناکه، این مقر فرماندهی رو هدف گرفته. جناب کمالپور شما ادامه بدید، بعد دوستان نظرشون رو بگن. شما کلا ببند دیگه جناب کمالپور که چی می‌خوایم بگیم و کجا می‌خوایم بریم. البته دوستان میدونم ولی برای هستن یه پوزش می‌خوام. دوستانی که توی فیسبوک هستن لطف کنید اینا رو شیر کنید این برنامه رو، دوستان دیگه هم به ما بپیوندن. بفرمایید. کف کردم. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. خدمت رو عرض کنم که من فکر کنم مقدمات این بخشی که شما واسیدید باید اینم افزون کنم نسبت به پادشاهی خواهان. یک سری از دوستان بعد از برنامه گذشته ما اومدن اعتراض کردن، خصوصا توی خصوصی خیلی پیام دادن که این یک نوع تبلیغ، یک نوع تبلیغ پادشاهی برای قبل از این برخلاف افکار خود علازاد ازاشاهی دوم. من در این قسمت اولی توضیح رو بدم که من شخصا و سایر دوستان فکر کنم هم نقیده با من باشن که ما هیچ کدام شاهزاده رضا پهلوی نیستیم. ایشون اعلیحضرت و از نگاه من شخصا طبق قانون اساسی مشروط پادشاه قانونی کشور همه، هرچند در این مسیر به من فحاشی زیاد شده و خیلی تهدید شدم که نباید اینجوری سخن بگم. حتی از طرف خود اعلیحضرت برای من پیام آورده بودن علیکی جلی که ایشون ناراحت میشن وقتی شما میگید اعلیحضرت. من گفتم من میگم چون ایشون دموکرات هستن شما دارید دروغ میگید. اما از زمان رضا شاه بزرگ با تصمیم مجلس ملی نسبت به رأی مصوب مجلس شورای ملی مبتنی بر پادشاهی رضا، حمله همزمان توده‌ای ها و چپی ها به نظام پادشاهی آغاز شده. از زمین و هوا و دریا مورد مختلف بودیم، هستیم و در آینده بیشتر خواهیم. اگر امروز ما تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم، نه این که نظام پادشاهی برای کشور ما نیاز به تبدیل داره، بلکه برای نجات کشورمونه. نظام پادشاهی رو کسانی که عقل سلیم دارن و نسبت به شرایط ایران پادشاهی اطلاعات دارند، تحقیق کردن، کسانی که در اون زمان زندگی نمی‌کردن تحقیق کردن و دوران تحقیق به خاطر دارن، نیازی به تبدیل نداره. اما در شرایط فعلی که ما داریم صحبت می‌کنیم و صحبتایی که جناب قاسمی گرامی فرمودن، ما اگر یک نگاه به انقلاب اسپانیا بکنیم و ببینیم نقش خوان کارلوس در این پدیده ناگهانی در اسپانیا چه بوده، کاملا مشهوده که یک همسویی و همبستگی کاملی رو ایجاد کرد صرفا با عنوان پادشاه، و که این نقش حیاتی در هر کشوری از عهده یک عنصر رأس هرمی کارساز هست و برمیادانم پادشاه. اگر ما در نظام بعد از گذر از جمهوری اسلامی اعتقاد در نظام پادشاهی پارلمانی داریم، صرفا به دلیل مدرنیزه شدن جامعه جهانی و نگاه مبتنی بر اصل پیشرفت تکنولوژی هست، و اینکه در دنیا و اصل مدرن و تکنولوژی ما نمیتوانیم بر اساس قوانینی زندگی بکنیم که در عصرهای گذشته، در دهه‌های گذشته بهره بردیم.
من در گفتگوهای گذشته گفتم دکترین حقوقی خصوصا استاد زنیاد ناصر کاپوتیان همیشه عنوان کرده قانون در هر دوره‌ای چه قانون اساسی باشه چه قانون قضایی باشه زمانی میتونه و با راندمان بالا چاره ساز نجات یک اجتماع باشه که قابلیت تغییر اساس پیشرفت جامعه چه از نظر اقتصادی چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر تفکر اجتماعی مردم رو داشته باشه و قطعا قانون اساسی مشروطه مستثنا از این امر نیست. امروز اعلیحضرت رضا شاه دوم بعد از جریان دیماه و قیام مردمی هفتم دیماه به بعد ثابت شد که تمام مردم کشور به دو اصل معتقد هستند. نخست نظام پادشاهی برای کشور عزیز ما و دوم شخص اعضا رضا شاه دوم رو میخوان و پرتم هم که اصلا جایگاه خاص خودشو داره و وقتی اصلا به نظام پادشاهی در زمان پهلوی نداره، هرچند یک نماد ملی برای کل ایرانه. امروز اگر کسی یا به عنوان یک طیف یا به عنوان یک حزب، سازمان، گروه حمله ای رو به شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم یا پادشاهی خواهان میکنه، مطمئن باشید دشمن اصلی منافع ملی مردم و کشور هست. با شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم کسی مشکلی نداره، با نوع نظام برای کشور ما مشکل دارن، چون از نوع نظام پادشاهی برای ایران و ایرانی هراس دارن. نظام پادشاهی یک توامندی آنچنانی داره برای طی کردن بسیار بسیار با سرعت بالا به قله‌های پرافتخار گذشته است. اتفاقی که جمهوری اسلامی در طول این 14-40 سال رقم زده در تفکرات مردم و خصوصا در نسل جوانی که اصلا نظام پادشاهی ندیدن، مهمترینش این است که همه به خدمات شایسته خاندان ایرانساز پهلوی به درستی پی بردن. ما سربازهای شاهنشاه رضا شاه دوم در چند مسیر و به صورت همزمان کسانی که ما مورد آماج قرار میدیم یا مورد حمله به قرار میدیم هیچ گونه کینه شخصی باهاشون نداریم، هیچ گونه پدرکشتگی شخصی ما با کسی نداریم. ما صرفا بر سر منافع ملی، فریب افکار عمومی، جلوگیری از سرنگونی جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی، هر کی خواسته باشه با ما وارد بازی بشه و تفکرات رو بازی بده باش میجنگیم، فرقی هم نمی‌کنه برامون کی باشه. افراد بی‌خردی که فکر می‌کنن میتونن ایجاد تفرقه بکنن کور موندن و از یک شنریزه باشه تا هر قدرتی پشتش باشه نمیتونن ما رو از دور خارج کنن. کماکان شما عزیزان شاهد این بودید در طول همین یک سال این دو سال اخیر چه حمله هایی به ما شده و در نهایت ما همیشه گفتیم، خودم خصوصا شخصا خودم گفتم تاریخ خیلی چیزا رو به همه ثابت کنه. کماکان ما بر جای اولمون همونجا موندیم، تکون نخوردیم، عقب نشینی نکردیم، اما دیگرانی که ادعا میکردن از فرتوهای زیبای اعلیحضرت استفاده کردن، از نام ایشون استفاده کردن، امروز هر کدوم یک سوراخی رو اجاره کردن و در اون قایم شدن و از دور دارن فقط گوش میکنن از صداره. چرا؟ چون خط مستقیم کاملا مشخصه. کسی که رو راست بیاد با مردمش حرف بزنه کلامش رو مردم به راحتی میفهمن، کسی زیر رو نمیتونه برای مردم امروز بکشه، امسال یا امروز سال 57 نیست. نکته اصلی این که دوباره تاکید میکنم کسانی که به علاوه رضا شاه دوم و رهنمودها و فرامین اعلیحضرت رضا شاه دوم خورده میگیرن در قالب نامه یا ایمیل یا هر چیزی به عنوان خواهش دستور میدن به اعلیحضرت رضا شاه دوم
یا به پادشاهی خواهان خورده میگیرند. اینها همان دشمنان سال 57 هستند. در لباس‌های جدید ظاهر میشوند که در یک بزنگاه تاریخی نچندان دور دوباره حمله های شدیدتری بکنند به نفع خودشون، به نفع احزاب و سازمان های مطبوع خودشون. پس ما اینجا سکوت نمی کنیم به دلیل اینکه نه دنبال قدرت هستیم نه دنبال ثروت، صرفا آزادی کشورمون، بازگشت افتخار و سربلندی برای مردم و کشورمون برای ما های اهمیته. و بعد از اون هم شخصا خود من به عنوان یک شهروند ساده در کشورم زندگی خواهم کرد و قطعا راحت‌تر هستم نسبت به موارد دیگه. سپاسگزارم جناب قاسمی و سایر عزیزان از اینکه به من زمان بدید. در پیشگاهتون هستم. سپاسگزارم جناب کمالپور از شما. دوستان الان جناب کمالپور یه توضیح دادن که چرا اینا از شاهزاده میترسن یا چرا به شاهزاده حمله میکنن. جوابش خیلی ساده است، خیلی جوابش ساده است. میدونید چرا؟ چون ایشون سه پادشاه در یک پادشاه است. یعنی چی؟ یعنی رضا شاه، یعنی شاهنشاه آریامهر، یعنی خود شخص ایشون 2018 قرن 21، یعنی ساخت ایران، توسعه ایران و رد شدن از دروازه تمدن با اندیشه امروز شاهزاده رضا پهلوی. و اینا ازش میترسن. باید هم بترسن. حق دارن. میدونید چرا؟ چون خودشونو جیر دادن سال 57 تا بتونن اون کشور رو به این روز نکبت بار بندازن. نه اینکه فکر کنید اینا نفع میبرن، نه. این من اینجا کلمات مجبورم خودید یه جورای دیگه بگم. این آقایون یا این دایناسورها، اینا هر کدومشون نماینده یک مافیاهایی هستن که اون مافیاها منافع ملی ایرانو دارن میخورن، 40 سال دارن میخورن. شاهنشاه این اجازه رو بهشون نداد، دستاشون رو قطع کرد و مجبور شدن اینا اون کار رو با ما انجام بدن. جناب قاسمی، شما اگر سعید قاسمی پشت اون تانک نشست، نه سعید قاسمی که حالا یه سعید قاسمی معمولی کوچولو باشه، منظورم اون مافیاها و خط فکری های لس آنجلسیه. چون اگر دقت کنید میبینید 40 ساله، یعنی حداقل 20 ساله جمهوری اسلامی آخوند توی نماز جمعهش یه عرعر میکنه، همون عرعر رو از ساعت 2 بعد از ظهر توی این تلویزیون‌های لس آنجلسی و اروپایی شروع میکنن به گفتن به گفتن به گفتن در کانال‌های مختلف تا 12 شب. مردم داخل و مردم خارج اون چیزی رو میشنون که جمهوری اسلامی میخواد. حالا اگر شما این وسط دارید نگاه میکنید، یه دفعه سعید قاسمی پشت اون تانک نشست، لوله تانک رو برش گرفته بود، چیکارش میکنید؟ بفرمایید. جناب قاسمی خیلی سوال به جایی کردید. بذارید من یه جمله خدمتتون بگم. متاسفانه بذارید از اون ور بیام. اولا که کاملا به شما حق میدم، ولی شاید راه حل دیگری باشه. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون در اپوزیشن تفسیر فرمایشات اعلیحضرت. سخنان اعلیحضرت رو به گوش عموم رسوندنه. اعلیحضرت معمولا به خاطر محدودیت‌های سیاسی و موقعیت پناهندگی که دارن، خب میدونید که پناهندگیشون هرگز ملیت هیچ کشوری رو نپذیرفتن و در شرایطی دارن زندگی میکنن چرا بسیار دشواری شما تا من جهت اطلاع دوستان دوباره اینو تکرار میکنم، ایشون در کشور آمریکا حق فعالیت سیاسی ندارن و فعالیت های ایشون در محدوده حقوق بشری است. لذا گفتمان ایشون باید توسط هموطنان ما کدهاش خارج بشه و تفسیر بشه برای دیگه عزیزانی که در داخل در حال مبارزه هستند به صورت پیاپی. من متاسفانه میبینم بعضی از دوستان رهبری اعلیحضرت رو که بر همه ما فائقه، بر ایشون رهبر من هست، من مطمئنم رهبر جناب کمالپور هست، من مطمئنم رهبر شما که جناب قاسمی هستید هست، از سبب من شما مطمئنم به این که کوروش نازنین ایشون رو رهبر خودشون میدونه یا عادل جوان ایشون رو رهبر خودشون میدونه یا مهدی میرقادری رهبر خودشون میدونه یا یاور یزدانپرست همینطور یا آصف کیا همینطور. من مطمئنم به این اتفاق که همه این عزیزان ایشون رو رهبر خودشون میدونن، ولی ایشون در فرمایشاتشون
نمیتونن گفتمان ستیز، دقت بکنید ازم بود، ستیز با نظام اسلامی رو بیان بکنن به خاطر محدودیت های سیاسی که دارن، محدودیت های اجتماعی که دارن. لازمه تشکیل این جامعه الیتی که من بارها و بارها توی عرایزم توی نوتهای کوتاه، نوتهای بلند، لایههای کوتاه، لایههای بلند عرض کردم، بیشتر از هر چیزی فائق اومدن به این مشکل عمومی ملت ایران است که اعلیحضرت متاسفانه محدودیت گفتار دارد و این محدودیت رو باید از آن متوجه بشند و این نیازمند اینه که بعضی از وطن پرستانی که من به صراحت لهجهشون و به سلامت گفتارشون مثل عزتاری، مثل جناب کمالپور، مثل مهدی میرقادری مطمئنم به صراحت لهجهشون و سلامت گفتارشون ترجمان پیدا بکنه. ما به جای من فکر میکنم به جای نقد کردن سخنان بعضی دیوانگان که برای مطرح کردن خودشون روی بام جمهوری اسلامی و عواملش نشستند و قار و قار می کنند، اگر ترجمان گفتمان اعلیحضرت بتوانیم کدهاش رو بشکافیم در اختیار ملت قرار بدیم، مردم تکلیفشون با جمهوری اسلامی به راحتی روشن میشه. من بارها و بارها عرض کردم ایشون پادشاه مملکتداری است، ایشون پادشاه شکستن اهریمنان و گذشتن از به حضور شما عارضم جمهوری اسلامی نباید فرضش بکنید. کاوگان شما هایید، کاوگان جناب کمالپور، کاوگان مهدی، کاوگان کوروش، کاوگان عادل، کاوگان شمایید، شمایی که باید فریدون رو به تخت پادشاهی بنشونید. دقت بکنید در عرایض من، از ایشون خط قرمز ها رو بگیرید، از ایشون روش مبارزه نخواهید. من تأکید میکنم بدیهی مطلبه که ایشون پادشاه ما هستن، بدیهی مطلبه که ایشون سرور مملکت هستند و ایشون صاحب مملکت هستند و مملکت زمانی که صاحب شد به دست این اجانب افتاد و به این روز انداختن ملت ایران رو و ما. ولی عدم تشکیل لایه الیت پادشاهی ها به صرف حرمت به پادشاهی اعلیحضرت رضا شاه دوم منتج به این شده که فضا رو ما خالی گذاشتیم و بعضی قارقار کنان بر منبر نشستن و سخنان جمهوری اسلامی رو همونطور که شما میفهمید جناب قاسمی در مدیاهاشون دارن به گوش مردم میرسونن و افکار عمومی رو اصلا منحرف کردن. من معتقدم به جای مبارزه کردن با قارقار بعضی از اینا بود ترجمان گفتمان اعلیحضرت، البته اینو هم بگم من از شما سپاسگزارم، من بارها و بارها اومدم گفتم پای مطالبتون رو هم نوشتم جناب قاسمی، حتی پای مطالب جناب کمالپور هم نوشتم. چرا این جنگی که شما دارید میکنید به حقه، ولی در کمال، در به کمال رسوندنش این است که ما ترجمان گفتمان اعلیحضرت رو به عرض مردم برسونیم. خیلی در این مسئله متاسفانه ما دچار نقصانی، نقصان از کجاست؟ نقصان از اینجاست که این جامعه الیت به هم می‌پردازیم و این همگرایی که امروز امشب شما دامن بر اون زدید و من از شما سپاسگزاری می‌کنم، همچو از تک دوستانی که حضور دارن بر اینجا، باید مستری بر این قضیه بشه که ما این جامعه الیت رو توسط جو نسل جوانمون جاد بکنیم، از که سخنش همراه با سخن مردمان داخل کشوره. در سن و سالی هستید که جوانان داخل کشور کلام شما رو بهتر از کلام من میتوانند بپذیرند. حالا جناب خسروی، جناب خسروی،
جناب خسروی، گفتمان من ممکنه دلنشین بسیاری در جوانان داخل کشور نباشه. نه اتفاقا هدف همینه، هدف همینه که با گویش های مختلف با طبقات مختلف بشه صحبت کرد. حالا من حرفم جای دیگه بود، من حرفم جای دیگه بود، من میخوام اینو بله من میگم اگر چی من میخوام اینو به شما بگم، من به شما حق میدم نه با این مبارزه با قارقارها. حالا ببینید الان نه حق میدم، ولی در این بحث تفسیر فرمایشات اعلیحضرت رو برای راهبرد مبارزه به پیش ببرین، من نگفتم شما ناحق رفتید، نگفتم شما ناحق رفتید. این بحث رو یه موقع اشتباه نکنید، من دارم در نقصانها عرایزم رو عرض می کنم، نه در بودها. بودها که بسیار عالی است، وجود دارن. من نقصانها رو دارم عرض می کنم. ما تفسیر فرمان، من مهنم می بینم که هر جمله ای که از جمهوری اسلامی در میاد بلا فاصله، این امروز یه مطلبی رو من از مهدی دیدم بسیار خوشم اومد، شاه اللهی رو نمیدونم به اصطلاح یک واژه‌ای از شاه رو منصوب کرده بودن به خامنه ای، مهدی بسیار زیبا اومده به تحمل در این شاه بله چیزی نمیدونم بیشتر خیلی مناسبت داره این دفاع ها و من از شما از تک تک شما از شما نه جناب خسرو اتفاقا چون الان بحث میخوام به دوستان دیگه برسیم، یه نتیجه گیری میخوام الان داره میشه یک ساعت و نیم. ببین نتیجه گیری اینه که این یک پارچگی میمونه. من این وارد بحث بیشتر نمیشم چون احساس میکنم که شما دچار کسر وقت هستید و میخواید سریع و بحث بسته بشه، گفتمان رو به دوستان دیگر میسپارم، ولی دقت بکنید عرایزم رو. من جسارت میکنم، نمیخوام خدای نکرده خط مشی مشخص بکنم، نه در همفکری دارم عرض میکنم که سعی بکنید مبارزه اسلامی منتظر پادشاه نباشیم، کاوه‌وار عمل کنیم، بگذاریم دست در دست جمهوری. این اجانبش در بیرون هیچی نیستن، اینا سرگرم شما هستن، میخواهند وقت مدعا رو بگیرن، وقت ملت رو بگیرن، اجانب رو از کشور بیرون بکنیم، به جمهوری اسلامی نقد بکنیم، اسلامی رو بهش بپردازیم، بهش حمله بکنیم، پادشاهمون رو به کشور برسونیم. از پادشاهمون توقع کاوه بودن نکنیم. دوستان هموطنان، ایشون خط قرمز ها رو برای ما مشخص میکنه. اشارت کردم ندارم، میشنوم و میآموزم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم جناب خسروی. من اصل این مسئله که شما فرمودید که باید باشه، اتفاقا باید باشه و هست، دوستان زیادی هستن که مانند شما جناب کمالپور و دیگران جناب سرنگ رضایی و انواع و اقسام مبارزان عزیز وطن پرستی که ما توی همین فضای مجلسی داریم دارن این کارو میکنن. حرف من چیزی دیگه بود، حالا من یه بار دیگه حرفمو توضیح میدم و اگر آره و نشو بعدم میتونید در آخر برنامه بگید با دوستان. ببینید خیلی ساده است، مثلا من وقتی میام صحبت اینو میکنم که اگر فلانی اومد سر توپو کش کرد، شما باید به این نتیجه رو اینو باید بدونیم ما که جمهوری اسلامی ابتدا تشکیل شده از یک حکومت نیست، تشکیل شده از مافیاهای مختلف، یعنی نماینده مافیاهای مختلف شده جمهوری اسلامی و اصل جمهوری اسلامی اتفاقا در خارج از کشوره. جان خسروی، اصل ریشه کثیف جمهوری اسلامی در مافیاهای خارج از کشوره. اون هواپیمایی که خمینی گجستک ملعون رو فرستادن باهاش ایران، اون 72 نفر نبودن، 72 تا مافیا با خمینی وارد ایران شد، یعنی اونا ملت ایران که نبودن که. مثلا همین الان نگاه کن ببین هر کدوم این اشخاصی که اون روز بودن امروز هم هستن، نماینده همون جناحی هستن که براش به قول معروف خودفروشی کردن. حالا من یه مثال میزنم براتون. در 7 می گذشته، خوب دقت کنید خواهش میکنم، ما که الان نمیتونیم همین چند نفری که هستیم با همین تعداد بیننده ها و همین مجموعه در خارج از کشور بریم یقه جمهوری اسلامی بگیریم داخل ایران فشار بدیم، نمیتونیم احمد جنتی رو که بزنیم زمین، اما میتونیم تناب های نگهدارنده احمد جنتی در خارج رو قطع کنیم، میتونیم این کارو بکنیم.
مثلا در هفته می سال گذشته که انتخابات آمریکا انجام شده بود، حسن روحانی بنفش باید با یک قدرت مضاعفی به دنیا به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی معرفی میشد. خب عده‌ای از اراذل اوباش در لباس پادشاهی خواهی اتفاقا خودشون رو جا کردن با پرچم شیر خورشید، اومدن بیانیه دادن که آقا هفته می همه بیاید جلوی سفارت‌ها در خارج از کشور. خب این دقت کنید، اتفاقا از نام شاهزاده رضا پهلوی هم سوء استفاده کردن که ایشون اومد رسما تکذیب کرد. حالا هفته می چه اتفاقی افتاده؟ مثال 50 60 نفر آدم جمع شدن جلوی سفارت مثلا توی ترکیه و فلان و فلان و فلان. جمهوری اسلامی 12 روز بعدش در روز 19 می میاد انتصابات یا انتخابات حسن بنفش رو میذاره و اتفاقا جلوی همون سفارت ها هزاران هزار نفر میاره تو صف که خودتون همه تون شاهدید، اصلا دیگه نیازی نیست من بگم، که برن رأی بدن. پیامش برای دنیا چیه؟ که دنیا مخالفان من همون 50-60 نفری بودن که دیدید، اما موافقان من این هزاران نفری هست که اومدن رأی بدن. حالا من سعید قاسمی که دارم مبارزه میکنم زورم به احمد جنتی کوریکودیل در داخل ایران نمیرسه، آیا باید اینو بزنم، این سناریو رو بزنم که این سوء استفاده از هموطن مبارز من که اتفاقا وطن پرست هم هست نشه؟ یعنی شما در این بحث رو بخواست جناب قاسمی، من کاملا حقو به شما نه میدونم جناب قاسمی، حالا این که چیزی نیست، این اصلا چیزی نیست. به شما قول میدم از هفته آینده به بعد شما یه دفعه میبینی که دولت‌های در تبعید تشکیل شده، اونم نه یکی نه دوتا، 10-12 تا فعلا. حالا داریم در موردش صحبت میکنیم. حالا اینا چیه؟ ببین دقت کنید، در بنگاه‌های در سیاست آمریکا مثل حالت یک بنگاه معاملات ملکی میمونه که 10-15 تا بساز بفروش اومدن نشستن دارن رو ویرانه‌های این بنابر، یکی میگه خونه کلنگی می‌خره می‌خواد بسازه. یعنی سیاست آمریکا یعنی این مافیا بازی دیگه. و این کسانی که خود فروشی میکنن حالا بتونن چند نفرم جمع کنن، اتفاقا اینا میخوان چوب لای چرخ شاهزاده بذارن، چوب لای چرخ مردم ایران بذارن. چرا اینا از علیه شاهزاده میجنگن؟ چون شاهزاده پروندهش پاکه، میگه آقا اولویت من حفظ منافع ملی کشورمه. اما اون کسی که میره خودشو خود فروشی میکنه امثال نوری الله و امثال کیک و کیک، این براش مهم نیست منافع ملی کشورش، چون 50 سال پیش گند زده بهش اومده بیرون، پس هر معامله ای میکنه. اینجا من و شما وظیفه داریم، ماها ما میخوایم این اتفاق بیفته که یک ببخشید جناب زرابی من خیلی صحبت کردم، پوزش مخواستم، که یک دیواری مقابل این رسانه‌هایی که حالا قراره بیان اینا رو مطرح کنن بکشیم بیاد بالا. از کی؟ از وطن پرستایی که سرشون به جایی بس نیست بجز تو خاک کشورشون. من این خلاصه صحبتم. میکروفون رو بس است جان خسروی. استفاده بکنم من جناب قاسمی، من نکته رو خدمتتون اضافه بکنم. من اصلا با تمام فرمایشات شما موافقم. من مبادا از عرایض من اینطور برداشت بشه که من دارم به جناب عملکرد دوستان جناب کمالپور یا جناب زرابی یا جناب قاسمی یا جناب عادل عزیز یا مهدی نازنین یا مثلا یاور یا آصف دارم نقد میکنم. من دارم نقد نمیکنم. من ضمن سپاسگزاری از تمام زحمات شما و تمام زاویه بینی های شما، ضمن سپاسگزاری دارم این رو اضافه می کنم، میگم نقص اصلی ما در این قسمت متاسفانه مردم من را ما به سمتی برده این که ایستاده اند تا ببینن علا حضرت چه دستور غیر مدنی میدن که بریزن بزنن بکوبن بگیرن من رو خلاف رو شاهایم علا حضرت نمیتونش در غیر مدنی بگیرن. خب اونا سرمایی نیستم به علت محدودیت ها جناب خسروی قضایت میداری سوای این زحماتی که دوستان دارین میکشید، من امیدوارم به اون اجرما برسید وجود بیاد. الیتی که خمینی رو آوردن رو یادتون میاد؟ اون الیت بازرگان یادتون میاد دوستان؟ به حضور تو داریش و فروه رو یادتون میاد؟ به حضور صحابی رو یادتون میاد؟ نوری علا رو کیانوری رو یادتون میاد؟ این الیت رو شما باید دوستان بسازید برای اینکه که کابه بار پا
پادشاهتون رو به کشور برگردونید و انتظار خمینی، یه جمله من خمینی اومد داخل فرانسه، خب گفت بخواییم جمهوری کنیم یه کشوری مثل فرانسه. برید سخنرانیاتو گوش کنید. شما دروغ نگید، شما باشید و بگید، این الیت رو به وجود بیارید. من نکته اصلی روی این نیست که خود داری نتره به زحمات شما بخوام نقد بکنم. نه جناب بابک خسروی عزیز، دقیقا من همه اونا رو قبول دارم. من در کنار اینکه کسایی میان مانند شما اون اندیشه شازده رو بخوام بگم، من میگم اگر اینجا دیدید یه شخصی هم داره خطا میکنه باید اونم بزنید. حالا بریم چون خیلی داره تو دارید. شما عالی دارید. من آقای همه باید بکنن. نه همه شما همه ایجاد کرده اید. من بیا به شما بگم جناب قاسمی این کار خوب نبوده، شما رو به خدا. نه 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 جناب خسروی، جناب خسروی میخوایم همه بگن، میخوایم یک همزبانی باشه، در کنار کار همزبانی باشه. همزبانی هست هم من وقتی برنامه شما رو سیر میکنم جناب قاسمی، یه حرفی که دوبار نمیذارن که شما وقتی مینویسید من شعرش میکنم. جناب کمالپور اگه اجازه بدید، جناب زرابیشون باید صحبت میکردن بعد نتیجه بندی باشه. من خیلی دو طرف خیلی منو بره دوستان، خیلی عوض میخوام از تک تک خواهش من جناب کمالپور بفرمایید، من بعد شما بفرمایید. جناب خسروی من پوزش میخوام، اینجوری شد خیلی بحثمون طولانی شد، بفرمایید جناب. خواهش من سپاس گذارم. من فقط یه تیکه به صحبت های جناب خسروی و جناب قاسمی میخواستم اضافه کنم نسبت به این که ما میخواییم صحبت هایی که میکنیم همه عزیزان همونطوری که عرض کردم هر کاری داریم صحبت می‌کنیم در یک مسیر صحبت کنیم. اشتراک گذاری الان دیگه کافی نیست. دشمنان کشور، دشمنان مردم یک موضوع رو در پیش گرفتن و اون آوردن جمهوری اسلامی جدید در که سال 57 آوردن دوباره می‌خوان بیارن. اینکه آقای قاسم کمالپور، آقای شریفی عزیز یا آقای زهر یا سایر دوستان هر شب یا هفته دو تا برنامه، سه تا برنامه بذارید، هر کدوم یک زاویه رو بگین، یک بحث منفک شده و جدای از این بحث همگرایی ماست. و اینکه ما به صورت موازی و همسو به صورت همزمان در شبهای مختلف بتونیم مواردی رو به مردم کشورمون اطلاع بدیم، این از نظر استراتژی در چارچوب مبارزه‌ای که داریم انجام میدیم بسیار حائز اهمیته. جناب خسروی عزیز شما میدونید مافیای رسانه‌ای وانه داره از اینکه به میهن پرستان و اپوزیسیون های واقعی برنامه بدن. چه کسانی دارن برنامه اجرا میکنن؟ همون فسیل هایی که 57 جمهوری اسلامی رو بردن. اگر ماها دستمون رو بزنیم تو دست هم دیگه، هر شب یک نفر از ما برنامه داشته باشه و صحبت بکنه و واقعیات رو با مردم در میون بذاریم، مردم همسو باشن در برابر کشور خودشون، مسئولیت پذیر باشن در برابر این سه مسئولیت پذیر بشن، مغازه اون مافیای رسانه که کرش میاد پایین بسته میشه و هیچ زمانی هیچ جایگاه این توانایی و زمان ممکن رو نداره تا بتونه شرایطی یا کنی که مردم فریب بخورن بشه سال 57 دوباره. به همین دلیل تصمیم همگرایی در بین میهن‌پرستان واقعی است، نه کسانی که ما بریم دوباره دنبال یک سری افراد فسیل که قبول ندارن باید به عنوان استاد بیان در کنار جوان ترها نقش ایفا کنن. هنوز فکر میکنن میتونن مارادونای 22 ساله باشن از فاصله 48 متری شوده یک ضربه بکنن تو گل. این هستش که صرفا ما اگر بتوانیم هر شب هر کدوم از مبارزها یک برنامه، دو برنامه، سه برنامه، تعدادمون میره بالا. الان ما 8 نفر شدیم، این تعداد افزود میشه میرسه به 20 نفر، به 30 نفر. در طول یک روز 2 نفر، 3 نفر برنامه دارم. شما قول شرف خواهم داد که مخاطبینی که برنامه های شما جناب خسروی، جناب قاسمی گرامی، جناب شریفی، جناب زرابی، سایر عزیزان میبینن به مرات خیلی بالاتر از رسانه به اسم رسانه های لس آنجلسی. موافقم با شما. سپاس گذارم. جناب زرابی سپاس میکرم از شما. سپاس از شما جناب کمالپور. خیلی ممنونم که این نکات رو گفتید.
بسیار خوبه. درود به شما همچنین جناب آقای عادل شریفی که اینجا در کمال بزرگواری ما رو میشنوید و حوصله میکنید. من عرض کنم خدمتتون که آقای خسروی، من بگم اینجا نکته بسیار جالبی رو مطرح کرد و من با توجه به نکته جالبی که ایشون مطرح کرد، قبل از اینکه به این نکته برسم یک چیز رو فراموش نکنم. ببینید کشور ما از 40 میلیون مرد و 40 میلیون زن تشکیل شده و ما در واقع اپوزیسیون نوین و روشنفکر خودمون رو میدونیم. جناب زرابی، من پوزش میخوام. جناب زرابی پوزش میخوام. اگه میشه یه مقدار لپتاپتون رو بدید به سمت راستتون. به سمت راست. بله بفرمایید. ببخشید. پوزش میخوام. بفرمایید. بله. اصلا من به خدمتتون که ما خودمون رو امروز به عنوان یک اپوزیسیون جدیدی میدونیم، اپوزیسیون نوینی میدونیم که با اندیشه های نوین میخوام ایران رو به جلو ببریم و جمهوری اسلامی به سرنگونی برسه. اینه که من امروز در همینجا از این فرصت استفاده میکنم از تمام فعالان سیاسی که در بانوان کشور هستند، در خانوم ها، از اینها دعوت میکنم که اینها هم به این اپوزیسیون بپیوندند. شما به این نکته توجه کنید، ما الان یکی از معضلاتی که در اپوزیسیون داریم اینه که همه مرد هستن. شما نگاه کنید ببینید لایو های ما رو نگاه کنید ببینید تمام کسانی که لایو میذارن و دارن فعالیت میکنن، زحمت میکشن، اینها مردهای ایرانی هستن. در حالی که ما یک جامعه 80 میلیونی داریم، 40 میلیونشون زن هستن و اینا همه صداهای خاموش هستن، صداهاشون رو بستن. من از تمام بانوان ایرانی امروز خواهش میکنم، درخواست میکنم که اگر خودشون رو واقعا شریک میدونن در آینده ایران، اگر تا کنون سکوت کردن، این سکوت رو بشکنن، وارد اپوزیسیون ایرانی بشن و اپوزیسیون ما یک اپوزیسیون جدیدی باشه، نه فقط با صدای مردها بلکه با صدای زنها و مردهای ایرانی. این یک نکته بود که میخواستم عرض کنم. دوم موردی که به عنوان پیشنهاد میخواستم مطرح بکنم، مسئله این بودش که الان جناب آقای خسروی فرمودن و درست هم گفتن، شاهزاده رضا پهلوی محدودیتی در گفتار داره. ایشون نمیتونه گفتمان ستیز رو بیان کنه و این یکی از مشکلاتی هستش که تا الان ما روباز و شفاف دربارش صحبت نکردیم. ما باید به عنوان فعالان اپوزیسیون این مسئله رو برای هموطنان خودمون به شفافیت باز کنیم و انتظار این رو نداشته باشیم که شاهزاده نقش کاوه رو بازی کنه. کاملا ایشون درست گفتن، کاملا این حد حقیقیه و ما باید با هم دیگه اتفاقی داشته باشیم و با هم دیگه بتونیم یک راهکاری پیدا کنیم. من از شما خواهش میکنم در آینده نزدیک، هم از جناب قاسمی، هم از جناب کمالپور و باقی دوستانی که اینجا هستن، که ما بیان یک شورایی رو تشکیل بدیم و در این شورا به طور شفاف نه فقط بشینیم بگیم جمهوری اسلامی بده و از بدیهاش بگیم، بلکه ما باید یک راهکاری رو پیش پای ملت بگذاریم فراتر از اون میشه اونی که تا الان اپوزیسیون در این سالها عرضه کرده و ما میبینیم که به جایی نرسیده. من به عبارت خیلی سادهش رو بگم، ما باید شرخری بکنیم. شاید خیلی کارها هستش که شاهزاده نمیتونه در موقعیت و مقام شاهزاده یا به عنوان رضا شاه دوم انجام بده، اما این کار رو من میتونم انجام بدم، این کار رو آقای کمالپور میتونه انجام بده. ما باید گفتمان ستیز رو مطرح کنیم و نه اینکه من به شما بگم امروز چگونه مطرحش کنیم، بلکه گفتمان ستیز رو براش راهکاری بسنجیم، شورایی بگذاریم، هر کدوم از ما بگه که چگونه میشه با این دیو پیشاخودم یا دیو با یا این اهریمنی زهاتی که در ایران هست جنگید و اینها رو به درک جهنم باطل کرد. برای که این کار کار ساده‌ای نیست و این کار کاری نیستش که من راحت به شما بگم. این آخوندهایی که در ایران آمدن کسانی نیستن که مثل دولت سابق آلمان شرقی باشن یا مثل دولت سابق چکسلواکی که همینطوری بهشون بگن شما برید یا اثریت با شما نیست و اونها هم سرشون نزن پایین برن. یعنی اینا با زبان خوش نمیرن و ما باید برنامه‌ای بسنجیم، برنامه‌ای بگذاریم، اینجا با هم دیگه گفتمان کنیم به صورت شفاف، نه اینکه میگم پشت درهای بسته بشینیم با هم دیگه چک و چونه بزنیم، بلکه برنامه‌ای باشه که باقی هموطنان ما هم ببینن و ما بیایم درباره راهکاری صحبت کنیم، یک راهکاری رو وسط بذاریم که این جنایتکارا رو به هر شکلی شده باید ما اینها رو از ایران بیرون کنیم.
و این راهکارهای قدیمی همه سوخته است، هیچ کدومش کار نمیکنه. این الان من فکر میکنم باید اولویت قرار بگیره به عنوان راهکار نوینی برای سپاسگزارم جناب زرابی گرامی. دوستانی که دارن برنامه رو میبینن اولا لطف کنید پخش کنید، دوما سپاسگزارم از کامنتایی که میذاری، چه اونایی که دشمنی میکنن چه اونایی که تایید میکنن، فرق نمیکنه. به هر حال سپاسگزارم که نشستید و دارید توجه میکنید. اما ببینید دوستان، هدف ما، هدف این عزیزان و دوستان دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنن اینه، خیلی ساده، خیلی روان، خیلی خودمونی، خیلی خاکی. یه سری دوستانی هستن مثل من، مثل جناب کمالپور، مثل جناب زرابی، مثل جناب خسروی و دیگران که در این فضای مجازی یه سری منبر داریم ما، خب خیلی راه عامیانش، و این منبرها رو میخواییم هدفمندترشون کنیم، یعنی از این پراکندگی ها درشون بیاریم همه این دوستان و دوستان دیگه هم که اضافه میشن، که اینا بتونیم هدفمندشون کنیم برای دو دلیل، دو هدف. یک رسوندن اون مطالبی که باید برسه که این رسانه ها گفته نمیگن و نمیخوان هم بگن، و همون به قول جناب خسروی عامیانه گفتن اندیشه های شاهزاده یا گفتار ایشون یا اون کدواجه ها، باز کردن اونا به زبان عامیانه، این یکیشه. و یک هدف دیگرش که اتفاقا این هدفش هم هدف قویه و باید قوی تر بشه، مقابله با این خارج نشین هایی مثلا مثل کسایی که 40 سال ایران رو بعد به بدبختی کشوندن و امروز ادعای آلترناتیو بودن میکنن و با اون سه اصلی که همه دوستان بهش توافق دارن دشمن اون سه اصل هم. یعنی اگر شما میبینید امروز در تلویزیون کثیف آیت الله بی بی سی یک برنامه گذاشته میشه و در این برنامه دوتا آشولاشو میارن به عنوان کارشناس و جامعه شناس، و این دوتا آشولاش به همراه مجری کثیف بی بی سی که شوهر اون زن است، صاحب بی بی سیه، من نمیدونم اسمش چیه، میان میشینن و به ملت اینو القا میکنن که ملت اگر دنبال اصلاح طلبان نروید ایران سوریه خواهد شد. برید نگاه کنید. من سوالم از این آقایون اپوزیسیون مد پر مدعا امثال نوری خلاها، امثال شهرام شارلاتان ها، ولی من نمیخوام با دوستان اینجا هستم خیلی بزنم تو خود سعید قاسمی بشم، آقا چه غلطی کردید در مقابل اینا؟ آقای عبدالکریم لاریجی که شما لاهیجی که به عنوان رئیس حقوق بشری، خانم حاجی خانم نسرین این شیرین عبادی، مگه شما نمیگید از اسلام بریدید؟ پس چرا به عنوان یک حقوقدان یک همین امروز دوستان، حالا این برنامه رو میخوام در آینده، من خودم احتمالا فردا به خدمتشون میرسم، فردا یا پس فردا، ولی منظور من اینه ما میخوایم یک موجی باشه که بعد در مقابل اینها بیسته، همونجوری که داریم اون صحبت رو میکنیم، اما در کنارش اینها رو ما پشت پرده دوستان همه الان هم دارم میگم، دوستان دیگه هم میدونن، ما یک میتینگای میذاریم، خبرها اخبارها رو توی روز توی هفته اینا رو با هم دیگه شیر میکنیم، یک تقسیم بندی میکنیم، خلاصه برنامه است، یک تقسیم بندی میکنیم، جناب زرابی میگه آقا من روزای فلان تا فلان این ساعت تا این ساعت میتونم برنامه بذارم، جناب خسروی به همین صورت، جناب کمالپور به همین صورت، جناب شریفی به همین صورت، من به همین صورت، دوستان دیگه به همین صورت، میخوایم اون ساعت‌هایی که اینا دام چیدن برای ملت رو پر کنیم، به جاش اون چیزی که باید بشنون رو بهشون بگیم. هدف ما اصلا کلا همینه. جناب شریفی خیلی حق شما ضایع شد توی این برنامه، بفرمایید در خدمت شما هستیم تا جناب خسروی. من عرض بکنم چون هستم دوستان اطلاعات خیلی خوبی دارن، من قبلا هم توی لایوهای فیسبوک استفاده می‌کردم از لایو تمام دوستان، آقای زرابی، آقای خسروی، آقای کمالپور، خود شما جناب قاسمی که یه گویش تقریبا خودمونی دارید. من خیلی جالبه اینجا خاطره تعریف بکنم از توسط کسی که واقعا هم اهل کوچه بازاره و خیلی خودمونیه و سیاست رو جوریش ما رو تبلیغ میکرد. بیا نگاه کنید، من از توسط ایشون شما رو شناختم و الان خوشحالم که میتونم کنارتون بشینم و یه حرف کوچیکی هم بزنم. من چند تا نکته تو ذهنم، اگر تمرکز بکنم میتونم خیلی تکرار بگم. سه تا اصلی که گفتی من میخوام روی اونه یه بار برگردم. این سه تا اصل اگر داشته باشیم مطرح بکنیم،
من فکر میکنم لازم هست ولی کافی نیست. باید اینا رو شکاف استخراج کرد، از توشون منابع آورد بیرون. هرچند شیر و خورشید رو قبول کنید این کافی نیست. باید بشینیم همون صحبتی که خسروی کردن، الیت های جامعه فرهیخته ها بیان صحبت کنن، این پرچم رو گسترش بده، این پرچم تکثیر بشه، باز بشه. همون قانون اساسی مشروطه، دوستانی که متمرکز هستن باید بیان از تاریخش اینا صحبت بکنن و از توش مواردی که توی بخش گذار از جمهوری اسلامی به دردمون میخوره و وحدت بخشه و ما رو کنار هم دیگه میشینه، حتما استخراج کنیم. و سخنان و گفته های شاهزاده رضا پهلوی که توی خود وبسایت خودشون، تلگرام خودشون، اینستاگرام خودشون بدون واسطه دارن مطرح میکنن، آقای خسروی درست اشاره کردن، کدهای بسیار ظریف و بسیار قوی دارن میدن، یعنی توشون کاملا مشخصه. و باید دوستان فرهیخته، دوستان فعال بیان باز بکنن اینا رو، تشویق بکنن. البته مثال درستی نیست، ولی یه نفر میاد توی پیام نوروزی توی مرقد مثلا فلان کس شروع میکنه یه پیام نوروزی میذاره، ده دقیقه یک رو نگاه میکنی چندین رو از تریبون های مختلف انواع و اقسام ها و شکافی ها و طبیه ها و هی مدام دارن میگن، چیزی که واقعا میره نگاه میکنی هیچی سرتر اون صحبت نیست، همش هم دروغ و اراجیفه که رهبرشون داره میگه. حالا کسی که داره این کدها رو میده، کسی که داره این کدها رو میده، اینا رو داره میده، بعد بشینه برای شما بذاره شروع کنه دونه تفسیر کنه، کار دوستان بیاد اینو تفسیر کنه. خود آقای قاسمی، آقای قاسمی برگشتیم گفتیم شاهزاده خط قرمزش گفته هر حرکتی که خشونت آمیز باشه مطمئن باشید من اونجا نیستم، ولی دفاع مشروع حق ما. این دو تا رو بذارید کنار هم دیگه، خود توش استقرار گفته دفاع مشروع دیگه. اون موقع یه کسی زد تو صورته که نمیتونی مثلا بگی نه من اهل خشونت نیستم. همه دنیا تمام قوانین بین الملل قبول میکنن که تو در مقابل دفاع دارت از خودت و دفاع خودت اومدی واکنش نشون دادی. و این به عنوان مثال بود. و چیزهای دیگه تفسیر بکنن، یعنی جمع‌بندی این سه تا اصل باید بیاد استخراج بشه، باید بیاد بیرون، شاخه شاخه همون سلسله مراتب نظامی که آقای قاسمی فرمودی، از یک فرمانده ارشد تا یک دروازه‌بانی که من باشم، تا یک مسئول آشپزخونه که داره قابلمه‌ها رو می‌کنه، تا یک تدارکاتچی توی این مبارزه، اون از رأس‌تهران باید باز بشه. توی نیروهای نظامی یه مسئول تبلیغات و حالا توی ایران هم بهش میگن چی؟ عدیدتی سیاسی، یعنی باز کردن چیزای فرهنگی توی بدنه اون بدنه نظامی باید این کار انجام بشه. و یکی از کدهای قشنگ دیگه که امروز شاهزاده دادن، ما آقای خسروی، آقای ضرابی، آقای کمالپور، آقای قاسمی، به جایی که وقتمون رو صرف بکنیم به کسایی که دارن ما رو میزنن و مطمئنم بعد از این لایف ها حملات بیشتر میشه، چون تو یکی از سخنرانی‌هایی که سردار سپاه دستورش داد خب برید اپوزیسیون بشید، این اپوزیسیون تشکیل بدید و اونها رو از همونجا منحرف کنید به راهی که شما میخواید. توی تظاهرات هم من بودم، دقیقاً این کارو میکنن، لیدرها میان شعار میدن فلان میکنن، بعد مردم میگن بریم فلان جا، با همراهی بعد منحرف. الان توی اپوزیسیون هست، حمله ها بیشتر میشه. من پیشنهاد خودم اینه که وقتمون رو سر اینا صرف کنیم، کلا درگیر بشید، دقیقاً تو زمین اینا بازی کردید. ما نیروی خودمون رو گسترش بدیم، اون تز خودمون رو، باور خودمون رو، گفتمان خودمون رو قدرت بدیم، تفسیر کنیم، گسترش بدیم و همون حرفی که از خود مردم میگیریم. مردم ما نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، الان از خیلی روشنفکرها و الیتها و فرهیختگان جلوتر دارن حرکت. روشنفکری که باید در جامعه جلوتر حرکت میکرد، آژیر خطر بود، هشدار میداد، جلو رو میدید، با مردم صحبت میکرد، الان قرنها از خود بدنه مردم جلوتر. شعارها را نگاه کنی، رو به ملت، حالا اگر یادآوری کنید جمن، پشت به دشمن رو به میهن، جناب پشت رو به میهن، اینقدر این شعار بیاد که خود شاهزاده دیگه پیامش بود پشت به دشمن رو به میهن. ما همینطور باشیم، الان دشمن ها حمله میکنند به ما، پشت به دشمن کنیم.
جناب شریف چون داره الان میشه دو ساعت، اما یه چیزی خاطرتون باشه، همیشه وقتی یه گردان یا یه گورهان داره به جلو حرکت میکنه، حمله میکنه، هیچ وقت پشت سر خودش خالی نمیکنه. معمولا 10 تا تکتیرانداز یا دیدبان پشت سرش به جا میذاره، میگه حواست باشه از پشت به ما حمله نشه. ما اتفاقا هم پشت باید داشته باشیم، هم بغل داشته باشیم، هم جلو داشته باشیم، تو اون چارچوبی که ایشون طراحی کردن. در یک جمله پایانی، چون دو ساعت برنامه برد، زمان برد، حالا امیدوارم که فردا شب یا شبای دیگه بتونیم با هم هماهنگ کنیم ادامه بدیم، اما در یک جمله پایانی خلاصه، جناب دوستان عزیز، من سعید قاسمی، خود من سعید قاسمی، به این پرچم شیر خورشید سوگند یاد میکنم که به این سه اصل تا آخرین نفسم پایبند باشم. شاید اشتباه کنم، اشتباه برم، اما این سه اصل سرلوحه کار منه. هر روزی دوستان دیدید سعید قاسمی داره اشتباه میکنه زیر این سه اصل، لطفاً ابتدا تذکر بدید، دوباره تذکر بدید، نشد همچین بزنیدش که دیگه از زمین بلند نشه، چون آدمیزاده و ممکنه هزار کاری رو انجام بده. جناب کمالپور در خدمت شما هستیم، بعد خدمت جناب خسروی، جناب زهرابی، جناب شریفی و خدافظی میکنیم از حضور دوستان. بفرمایید جناب کمال. خواهش میکنم. خدمت دارد خانم، من از همه همیانان عزیزم سپاسگزارم که پای برنامه نشستن. من هم عزیزان به شرف هم قسم یاد میکنم که تا پای جون به این سرست هم ایمان راسخ دارم و هم به خاطر این سرست جونم رو در راه میهنم خواهم داد و از عقاید خودم یک میلیمتر هم عقب نشینی نخواهم کرد. اگر هر زمانی کوچکترین خللی در افکار و ایدئولوژی من دیدید، چنان بزنید که پودرم کنید، به قول یک دوستی. سپاس بذارم جان خسروی، صحبت پایانی شما. اول از تمام دوستانی که من رو به هموندی میپذیرن سپاسگزاری میکنم. دوم این که در صراحت گفتارم این کافی که امشب شب تولد دخترم بود و مهمان در پایین بود، ولی این نشست برای من هم مهمتر بود و در خدمتتون بودم، چون سه اصلی درش حضور داشت، سه اصلی که بالغ بر 18 سال براش دارم ستیز میکنم و این سه اصل چیزی نیست جز اون چیزی که شما فرمودید، جناب کمالپور فرمودن، و من امروز پرچم شیر خورشید در کنار ندارم، در داخل اتاق دیگری است، اما روبروی خودم بالای سر عادل و روبروی جناب کمالپور میبینم، سوگند یاد کنم که جانم رو برای این سه اصل حاضرم بدم. من بارها هم گفتم اگر اسلامیون فکر می کنند که انفجاری دارند، خسروی رو تست نکردند. خوشحالم که در خدمت. سپاسگزارم جناب خسروی گرامی. جناب زهرابی، صحبت پایانی شما. درود به شما عزیزانم. من سپاسگزاری میکنم از جناب آقای سعید قاسمی، از باقی یاران، آقای بابت خسروی، جناب آقای کمانپور و جناب آقای عادل شریفی و بقیه دوستان یارانی که این برنامه رو میبینم. همچنین تبریک میگم خدمت جناب آقای بابت خسروی برای زادروز فرزندشون. امیدوارم که سالیان سال موفق و پیروز باشن و امیدوارم که سال آینده در ایران آزاد بتونن وارد بشن و آزادی ایران رو همه با هم جشن بگیرن. من هم کوروش زهرابی هستم، معروف به رضا زهرابی. به نام ملت ایران قسم می‌خورم که به سه اصل قانون اساسی مشروطه، پرچم ملی و ولیعهد تا روز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی پایبند بمونم، تا روزی که رفراندوم مردمی برقرار بشه و مردم یک حکومت مردم سالاری رو در ایران حاکم کنند که جایگزین رژیم جمهوری اسلامی باشه. و اتفاق ملی رو من استقبال میکنم و سپاسگزاری میکنم از تمام یاران و همراهانی که هر کدوم قدم برمیدارن برای اینی که این اتفاق پا بر جا بمونه و تعهد میدم که چنانکه من به این قول خودم عمل نکنم، یعنی به این سه اصلی که
گفتم انجام ندن، هر کدوم از شما میتونید با دمپایی ابری یه دهن من بزن. سپاسگزارم جناب خسروی، جناب زرابی گرامی، آدم خان، جناب شریفی. من هم همچنین جناب قاسمی اینجا توی مکانی که بعدها ثبت میشه و جلوی دیدگان خیلی از مردمی که دارن رو میبینن سوگند میخورم به تمام شرافتم که همیشه تا وقتی جون دارم، تا وقتی زندم و توان دارم، پایبند باشم به این اصل که همه بهش پایبندیم و اتحاد کردیم، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، قانون اساسی مشروط، یادگار و میراث سیاسی و فرهنگی ساده کشورمون و شاهزاده رضا پهلوی و سوگند میکنم که وفادار باشم و هیچ وقت از اصل عدول نکنم و خارج نشم. یک اضافه میکنم، یک توضیح رو، من باور شخصیم اینه که شخص فردی عکس و اسم رو من هیچ وقت دنبال نمی کنم. من به جای عکس و اسم رسم ها رو دنبال می کنم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک رسم، یک ایران، یک فرهنگ، یک تمدن، یک شخصیتی که صاحب و حالا من گفتم خدای خانه، خدای مغازه، خدای کشور، به غیر از اون پروردگاری که حالا بعضی بهش اعتقاد دارم قبول دارم و باور دارم، هیچ وقت کشور ما توی تمام تاریخش بدون شاه و پادشاه نبوده. الان هم که تو جمهوری اسلامی هستیم این اصل رعایت شده، ولی مادامی که توی این تاریخ و تمدن ما سلاطین و شاهان خوب و بد با کارنامه خوب و بد داشتیم، این سیستم کشور ما یه سیستم سلطانیه و خلافتگریه. بازم نگاه کنید فرمش پادشاه، یعنی یک درک برداری شده از این پادشاهیه و مطمئنم بعد از این سیستم حفظ میشه چون اصالت ما، ولی این طرف رو رعایت میکنم تا عبور از جمهوری اسلامی، براندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک انتخابات آزاد که مردم اون لحظه تعریف بکنن که سیستم سیاسی کشورشون چه چیز خواهد بود. بدون همه دوستان سپاسگزارم از تمام دوستان که حوصله کردن و افتخار اینو داشتم که کنارتون باشم. سپاسگزارم دوستان عزیز که تشریف آوردید، حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. سپاس از شما. خطاب به مزدوران کثیف جمهوری اسلامی، صادراتی ها، مزدوران مافیایی خارج از کشور، دیگه بدونید دیگه شرم شالاتان با یه سعید قاسمی طرف نیستی، با یه مهران کمالپور طرف نیستی. سعید قاسمی ها، مهران کمالپور ها، بابک خسروی ها و کوروش زرابی های زیادی هستند که دقیقا مثل یک مشت تکون بخورید زیر حلبتونه. یا به مسیر منافع ملی ایران، مبارزه ملت ایران برمیگردید یا خاکستر میشید، کما اینکه تا حالا شدید. اما این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نخواهد بود. سپاسگزارم دوستان. پیام پایانی هم که دادید، با اجازهتون برنامه رو میبندیم چون خیلی طولانی شد. وقت دوستان عزیز در فیسبوک هم نمیگیریم. شب و روزگار خوبی داشته باشید. پاینده ایران، جاوید شاه. من باید برم اونجا دوربین ها ببندم. بدرود.